ګران دوستان سلامونه او احترامونه خراغلاست سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز باز هم خدمت شما قرار داریم سراسری از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. بالای اوضاع جاری افغانستان البته صحبت داریم، طور معمول تحلیل و ارزیابی اوضاع افغانستان روزمره، آنچه اخبار حکی است از افغانستان، روی عموم مسائل و رویدادها تبصره داریم و شما را هم دعوت می دارم بالای آنچه در افغانستان میگذره صحبت بداریم. نظریات شما از این طریق انشالله پخش میشه دست نخورده. خبر اول از افغانستان، طوری که آگاه هستین دوستان عزیز، چند روز قبل یکی از هواپیماهای ایالات متحده آمریکا از بیس نظامی بگویم یا قرارگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در بگرام بلند شد و البته سر یکی از سگها را بالای از او کلمه شریف تحریر داشته بود که البته یک طعنه برای طالبان که طالبان سگها هستن و آدم خور هستن. او پامفلت یا مو اوراق از هواپیما سراسری پرتاب کردن بالای قرا و قصبات سمت شمال یا شمالی افغانستان پروان و مردم شولوار ساختن و یقینا شما میدانین افغانستان کشور 100% که سنگ و چوبی از او الله اکبر گفته و در طول تاریخ در لابلا وقتی با بیگانگان در جنگ قرار گرفته ایم، چی انگلیس و چی شوروی سابق، در اخیر البته جنگ مردم افغانستان سابقه دینی داشته و از دفاع از دین اسلام در برابر بیگانگان، در برابر کفار و دست نشاندگان و به یک حساب مزدورانی از اونا خیزش ها صورت گرفت و در حدود 2.5 میلیون آدم جان سپرد به ایران برای اعلای کلمت الله و دفاع از دین اسلام و وجیبه دینی که البته قرآن حکی است و امر خداوند لاعزال است که جان و مال در برابر بیعدالتی ها یک انسان مجاهد کمربسته بیسته، سرسپردگی سفارش میشه و مسلمانان افغانستان هم با حکومات کفار یا دست نشاندگان ایشان چون پرچمیه و خلقیه تن در نیاوردن، همه خونریزی ها را پذیرفتن، شهادت ها را یا جام شهادت نوشیدن. غازی از او برآمد، با عالم اعلام و مصائب جنگ به پیش رفت با دست خالی و توهی و بالاخره هم مزدورانی از اونا سرنگون گردیدن و هم بلاک شرق بگویم یا پکت وارسا در انظار جهانی خاک و دود گردید و منشه از او البته جنگ های افغانستان یا جهاد فی سبیل الله در راه خداوند در برابر کفر و الحاد و زورگویان قرن قرار گرفت و حماسه آفریدن. متاسفانه در 16 سال اخیر که باز هم افغانستان اشغال گردیده و عالم مظالم بالای مردم افغانستان تحمیل میشه و بالاخره در هفته گذشته شنیدیم که دانسته یا نادانسته این فلایرها بگویم یا اوراق که توهین‌آمیز به دین اسلام از هواپیمای جنگی ایالات متحده آمریکا بالای عمو مردمی که سالها از دین اسلام دفاع کردن افتادن و مردم مشتعل ساختن و باعث یک مظاهره بسیار یعنی وسیع گردید و تعداد کثیر در قره‌باغ ولایت کابل تظاهراتی را برانداختن و حتی بیرقای طالبان در اونجا دیده شد و ضد ناتو و در اینجا البته به انگلیسی گفته protesters chanted death to America amid leaflet outcry. یعنی لیفلت همون ورقایی را که
اینا چاپ کرده بودن و اهانت به دین اسلام صورت گرفته بود و پرتاب شده بود، زدی از اونا و زدی ایالات متحده امریکا که مرگ بر امریکا با این اوراقی را که توهینی را که به دین اسلام کرده شعارها بلند بود و بعضی ها در جلوی کمره بلند شدن و صحبت کردن. یقینا یک آتش را شعلوار ساخته در افکار و یک نفرتی در برابر قوای ناتو خصوصا ایالات متحده امریکا توسط یک عملی از اونا بار آمده، اگرچه اونا یک روز بعد یعنی عفا خواستن و پوزش، مگر وقتی یک توهین صورت بگیره او را هم از اوضای افغانستان، از دین، مذهب، سنت افغان ها آگاه هستن، یقینا آگاهانه بوده ای که کدام پلان های شومی در داخل همه تو توطئه ها موجود هست و اعمال موجود هست او را نمیدانیم، مگر مردم سخت شعلوار ساخته. یکی از دوستا خو گفتن که شاید آغاز سرنگونی موجودیت ناتو در افغانستان باشه که این مظاهرات سراسری گرده و همه مردم به پا خیزه و بلند شون. مرا عقیده به این است که توهینای موقتی چیزیست، مگر وقتی با خود 16 سال گذشته مینگریم اما سنت و فرهنگ افغانستان، دین افغانستان و آیین افغانستان یقینا به مسخره گرفته شده و ایستا ایستا افکار ما مردم کندیشند به این ساخته که بپذیریم، پول بپذیریم، بردگی را بپذیریم، ذلت بپذیریم و زیر یوغ اینا قرار داشته باشیم. اگر ملا و مولوی ما هست و کسایی که در پاکستان به حیث سران جهادی و کسانی که در داخل افغانستان شر برای ما مسخره ای است که از احمدشاه مسعود به حیث قهرمان و الگوی مقاومت یاد میشم، اگر پیروان احمدشاه مسعود که به اون میبالن اونا نوکری میکنن برای ناتو و در طول 16 سال هم به مقام و منزلت ناتو رسیدن، به کرسی های بالا قرار گرفتن و هم در دوزادوزی اینا دست داشتن. یعنی اگر همون قهرمان هم زنده می بود شاید یکی از اینا می بود، برای اینکه اینا آینی احمدشاه مسعود خودم می دانن، پیروی احمدشاه مسعود به اون می بالن و راه و رویش از اونا را تعقیب می دارن. معنای از اینکه تربیه دست اونا را گرفته همون قهرمانان، یعنی در حقیقت دوزها و غارتگران و مزدوران شمرده باید شوند، نه اینکه به اونا ما ببالیم و روزی از اونا را تجلیل کنیم. یک روز تاریک شاید باشه وقتی حالت ما میبینیم اینا باید خجالت بکشن که با تحت عکس و عنوان احمدشاه مسعود باعث الگو اینا افتخار میدارن، مگر مردم اصل افغانستان، عام مردم افغانستان زنده هستند. در قره‌باغ ولایت کابل مردم بلند شدن، شاید اونا خیش و قوم امینا هم باشن، شاید یکی از اینا خونشریکی با احمدشاه مسعود داشته باشه. احمدشاه مسعود باید به با اینا افتخار کنه، نه ای چند تا رزیل و لوچک که با اونا در سنگرهای داغی طرف طرف میدویدن، بکس ورداری از اونا بودن و حال در خدمت اغیار قرار دارن. به هر حال خبر اول همی بود، بعدا اخبار دیگه هم داریم، تبصره های شما هم داریم و چی خوب خواهد بود که افغانای ما در بیرون در آسایش کشورهای غربی در آغوش دموکراسی در کشورها قرار دارن، یقینا یک پروتست یا یک مظاهره، یک خیزش، یک صدایی باید از طرف این مردم هم بلند شود. و ایده ای چند روز از طریق تلویزیون پیام افغان به حساب یک صدا بلند شده، لبیک هم گفته شده، کشورتان است، یک نفر شما مسئول ندانین. کسایی که یقینا اگر ده هزار خانه یک نفر سر بلند کنه و همی چی میگه شطارت و دلسوزی ها را به افغانستان، به وطن یا بایی خود داشته باشه و ایمانی از اون متجلی شوه، ما شاید به هزارها نفر جمع شوند. و اینا میگن the law of average، the law of average ایمانا را میته که
اگر در 100 نفر 1% باشه، در 1000 نفر 10% میشه، یعنی 10 نفر میشه. و همه تو مضاعف شده میره. اگر شما 100,000 آدم داشته باشین، 1% از او 1,000 آدم میشه. به هر حال این لا آف اوریج، اگر ما یعنی همین مغزهای متجسس ایماندار و به یک حساب دلسوز به افغانستان و دین و آیین خود داریم، باید پیش آیند، داخل شوند به همه تو پروسه ها و حرکات یقینا برای رهایی افغانستان که وقتی برای می افته و یک شبکه و یک رسانه در خدمت قرار می گیره و یک چند نفر دلسوز با سابقه های نیک در اینجا پا گذاشته، بیاین قدوم شما را هم خیر مقدم گفته، با هم باعث یک انرژی برای رهایی افغانستان کار کنیم. همه کسانی که امروز در افغانستان در قره‌باغ مظاهرات برانداختن، اینا هم یقینا به ستو آمدن از زجر و ستم ایالات متحده امریکا و ناتو و مظاهرات را برانداختن. و ما که در اینجا قانونا حق داریم و برای ما یعنی اصولا با بسیار آزادی و امکانات وسیع میتونیم فریاد خود بلند کنیم، دیگه نمیدونم برای کدام روز باید انتظار بکشیم که از این چقدر میتونه بدتر شوه. توجه دارین به خبر اول؟ دور کنندگان برای نزدیک به 3 ساعت جاده عمومی کابل شمال را برای رفت و آمد بستند و شعارهای مرگ بر امریکا سر دادند. در این تظاهرات افزون بر پرچم ملی کشور، پرچم سپید رنگ طالبان نیز دیده می شد. موږ د خپلې کلمې په هر وخت کې دفاع کوونکي او حتی قربانۍ هر رقم قربانۍ ته چې وي موږ آماده یو. امریکا هر چه زودتر افغانستان را بسات ترک کنه. افغانستان از سال تقریبا 16 سال به این طرف که عملا امریکا جنگ در افغانستان آغاز کرده، به هزارا برادر ما هم وطن ما را به شهادت رسانده. پی در پی به مقدسات دینی ما تمسخر میکنن، استهزا میکنن و بی‌ادبی خود را نشان میدن. این کار از هیچ وقت بخشیدنی نیست. سرانجام تظاهر کنندگان در یک قطعنامه 8 ماده‌ای خواستهایشان از حکومت و نیروهای امریکایی را این گونه فشرده می سازند. اگر حکومت در زمینه اقدام قانونی انجام ندهد، ملت و مردم مسلمان افغانستان جهت دفاع از مقدسات خیش هر آنچه در اختیار دارند استفاده خواهند کرد. نیروهای امریکایی 5 روز پیش اوراق تبلیغاتیشان را از هوا در بخش‌های از ولایت‌های پروان و کاپیسا پرتاب کردند که در آن به دین اسلام اهانت شده است. سپس این نیروها در خبرنامه این کار را اشتباه دانستند و از مردم پوزش خواستند. فرمانده نیروهای امریکایی گفته است که این کار تکرار نخواهد شد. دوستان عزیز، البته سرخط اخبار بود، در سراسر رسانه های افغانستان پخش گردید و مظاهره جالب هم بود و حق به جانب هم میتونین بشمارین. مردم خب کشور دینی هست و در طول تاریخ افغانستان، خصوصا تاریخ بعد از ظهور اسلام در افغانستان، به می رسم و آیین همه ما زیست داشتیم و برای دین اسلام سرسپردگی ها داده شده برای دفاع کشور و خود دین اسلام، متن دین اسلام که به او ما حلف وفاداری داریم، از خاک و آیین و کاشانیتان دفاع حق شرعی یک مسلمان هست و امری خداوند لایزال هست و با چی خاص از عقاید دفاع کردن. شما هم امروز در هندوستان در محضر عام نمیتونین یک گاو و لاتوکوب کنین. شما در دیلی اگر برین و یک گاوهایی که در شهر گشت و گذار میکنه، وقتی یک وسیله نقلیه در برابر یک گاو قرار میگیره، و موتر استاد میشه، رارو استاد میشه، حتی یک گاو اونا چوکه کرده نمیتونه یا توبیخ کرده نمیتونه، چون به او عقیده دارن، به حیث مادر یا نمیدانم
خدای خود، چون ادیان متعددی در این دوستان وهمی و خیالی و مزخرف موجود هست، مگر با گاو احترام دارن. شما گاو نمیتونین به لگد بزنین یا با چوب در معذر عام، و شما را معرومی سازد. این دوستان وقتی یک دفعه شروع کرد که الان بدوین یادم تخلف کرده یا به دین توهین کرده، او را ما تا جایی که شنیدیم میگه مارو، از هر طرف مردم میرن و سب امو آدم از زیر سنگ و لغت میگیره و سب لتو کوب میکنه تا که او را بکشه. در افغانستان که سراسر کشور اسلام هست و به خداوند لایزال عقیده مند هستن و جهاد فی سبیل الله و یا خود قانون روزمره و امور اجتماعی ما از دین اسلام هست و با دین باید چنگ زد، از زبان، کردار، ارتباطات تجارتی، خانوادگی به دین تعلق داره. دین انزوا و رهبانیت نیست، دین عمل هست. به او وقتی توهین میشه نمیدانم و همینطور است در اینجا با دین. تا جایی که ما میدانم، البته چند ورقی که افتاده از یک هواپیمای نظامی ناتو یا ایالات متحده امریکا، مگر در طول 16 سال به دین اسلام توهین گردیده. یک حکومت فاسد، رشوتخور، خلاف دین، زیر عنوان جمهوریت اسلامی بالای شما تحمیل ساخته. کشور ما که آزاده بود، در طول تاریخ آزاده زیسته، او را زیر یک سلطه قرار داده، این خلاف دین است، به دین توهین گردیده. یک چند تا ملا را اغوا ساخته و چی میگه قیزر در دهنی از اون انداخته، اونا را باعث شورای نمیدانم علمای دینی افغانستان ماش و مدد میرسانه و اونا را در روزهایی که لازم است میکشن از مهمانخانه ها و اونا را بالای استیج که فتواهای دینی بده، خلاف دین است. یک قاضی که در دادگاه افغانستان با رشوه و رشوه ستانی دست میازه، این خلاف دین اسلام است، چون یک مرکز فتوای دینی است در محاکمات دینی. یا فرضاً نمایندگان مردم که البته زور خداوند زور مردم شناخته شده، در شوراها و لوی جرگه ها و سنای کشورها متجلی میشه و مردم قرار است به اونا رأی سپرده و اونا نمایندگان مردم شمرده شوند. اونا هم تا خرخره از فساد پرستند. همین شورای یا ولسی جرگی افغانستان یا فرض کنیم سنای افغانستان، هر کدام که شما ببینید نمایندگان مردم افغانستان نیستند. به هر حال یعنی در خود متن اعمال ما مردم چی در مسائل اجتماعی و حکومتی خانواده، یک تکه کتله را فاسد ساختن خلاف دین اسلام. امروز شما یک مسلمان واقعی که به دین اسلام چنگ بزنه و به قرآن اعمال از او برابر باشه، او را در افغانستان شما بیشتر به مشکلات سراغ میبینید. اما پول است، مزدوری است و تملق هست و مدعی است برای از اینا تا یک چیز به اونا برسه. به همه طور است دوستان عزیز، همچنان پالیسی ایالات متحده امریکا توسط حکومت افغانستان تایید شده و صحه گذاشته شده و او را میگن که با سود و منفعت ایالات متحده امریکا و افغانستان است. یک شخص هم تو خیگ واری پندیده، نمیدانم کدام مادری لشیر داده، ای وطن فروش به نام شاه حسین مرتضوی، ای آدم به حد توهین شده، ای بدبخت که در یعنی سخنگوی یا سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور، یعنی می آدم هم سرپرست است، یک آدم یلجاریه که هیچ کاره نیست، سرپرست است و مقام از اون معلوم نیست، به حیث سرپرست معاون سخنگوی نمیدانم چطور کهی که چند دلار مبلغ به این شخص میرسه که با این قلقله و آب و تاب و افتخار و مباهات بیسته و پالیسی حکومت فروخته شده افغانستان برای مردم افغانستان بیان کنه و دروغ باشه. همه از اون پالیسی گویا جدید ایالات متحده امریکا
دونالد ترامپ بر افغانستان هم به سود مردم افغانستان است و هم به سود ایالات متحده امریکا. همی به سود مردم است که یعنی به دینشان توهین شوه، ای به سود مردم افغانستان است که مهمانی ها و عروسی ها به ماتم کشانیده شوه، تا جماعت مردم عام افغانستان زیر شلیک هواپیماهای ناتو قرار بگیره. و در این یک ماهی که اعلان صورت گرفته جز کشتار و خونریزی در افغانستان چیزی دیگه دیده نشده، نه کدام حراس افغان به فرمودی از اینا سرکوب گردید در افغانستان. طالبان به امون جوش و خروش دیگه بسیار به شتارت به پیش میرن و حکومت حراس افغان افغانستان، حراس افغانان ناتو در افغانستان راستی بسیار بد کارهای میکنه. افغانستان راستی از هر جهت یعنی آلوده ساخت، بدبخت ساخت و مصائب عاید حال مردم افغانستان گردانیده. به هر حال خبر دوم هم پیوست با همین خبری که یعنی پامفلت ها و ورقا را انداختن و توهین شده به دین اسلام و ظاهرات، پی هم بعد از او پالیسی را حکومت افغانستان و سرپرست معاون دفتر چتورکایی شاه حسین خان مرتضوی خواهین بلند میشه و میگه که همین پالیسی آنچه صورت گرفته و مردم هم تظاهراتی را برانداختن ای به سود مردم افغانستان است و ایالات متحده امریکا. توجه بدارید. راهبرد واشنگتن درباره افغانستان با خوشبینی های رهبران حکومت وحدتی ملی روبرو شده است، اما رئیس اجراییه گفته است که بخشای از این راهبرد باید برای شهروندان افغانستان روشن شوند. در این حال ریاست جمهوری میگوید که این راهبرد تضمین کننده منافع مشترک هر دو کشور است و باید از آن همچون یک فرصت بهره برداری شود. دیدگاه های افغانستان و آمریکا در این راهبرد دخیل هست و این راهبرد تضمین کننده منافع مشترک افغانستان و ایالات متحده آمریکا می باشد. با این همه آگاه نبودن شهروندان افغانستان از جزئیات راهبرد تازه واشنگتن درباره افغانستان انتقادهایی را برانگیخته است. ممکن منظور رئیس اجرایی این بوده باشه که لازم است که بعضی از بخشای از این استراتژی به مردم توضیح شود و تشریح شود و گفتم میتونیم که نقش حکومت به خاطر این استراتژی بوده که در این استراتژی فشار لازم بالای پاکستان و گروه های دهشت افغان که محکم پاکستان است پیش بینی شده. از سوی هم ریاست جمهوری از نهایی شدن راهبرد مبارزه با فساد اداری نیز خبر می دهد. این استراتژی قرار است در این هفته نهایی شود و ما در گذشته سندها و نهادهایی داشتیم که در بخش مبارزه با فساد کار میکرد. سندی که فعلا تحت کار هست یک سند جامع هست. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با رئیس جمهور غنی در کازاخستان از راهبرد تازه واشنگتن درباره افغانستان استقبال کرده است و بر تامین امنیت و صلح در افغانستان تاکید کرده است. اما پیش از این راهبرد واکنش های تند را در اسلام آباد به بار آورده بود. به هر حال دوستان عزیز واقعا شرم‌آور است آقای مرتضوی و ای که تضمین کننده منافع ایالات متحده امریکا یقینا هست در افغانستان. قدری که اونا در افغانستان جنگ باشه و شوب و بدبختی ها عاید حال مردم افغانستان گردد، به مو حد اونا مردم هم میتونه اخفال بسازه، محتاج خود بداره و در امو لابلا و آب گلالود مایه های خود بگیرن و موجودیت خود تضمین بدارن و سودی از اونا به اشرف غنی برسه و همین شاه حسین خان مرتضوی برسه. دیگه کدام سودی برای مردم افغانستان نداره جز آدم کشی یا قتل و قتال، خونریزی ها، بدبختی هایی که عاید حال مردم افغانستان میگرده. دیگه خود ما کدام چیزی در اونجا ندیدیم تا این دم. این پالیسی جدید کدام نتیجه مثبت خواهد داد؟ لطفا تلفن بزنیم بالای مسائل صحبت بداریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بله جناب خطاب صاحب سلام. و علیکم سلام. څنګه یې نوري صاحب؟ جوړې په خیر. والله تشکر. داس یو خطرناکه هریکاین طوفان فلوریدا ته راغلی و که خوش شکر خدای وساتلم. زه خدای دومره خلک
څو نفر یې ویوړ سیل دلته دسه ولا نو په خار کې تر پروس کلن تلفون نه هو له ضعیف خو په مایامی تمپا جکسن ویل مخصوصا هلته سیلابونه آبخیزي د خبرې شوي دي د درې میلیون نه زیات کورنۍ موسسات دولتي شخصي او دوکانونه برېښنا نه لري خو فضل د خدای دی پرون د خدای په رحمت په څلورو بجو د مازدیګر زموږ په ټایم برق چالان شو او نن سهار زما ایراني ملګري هم ډوډۍ ماته راوړې وه وریژې او غوښه تشکر زه که اجازه راکړئ والا دغه طوفانونه زلزلې او جګړې چې جګړو ته چې ګورم نو ما ته د یلدا شپه یو غزل خپل مدی که اجازه راکړي را په یاد شي دا به درته وایم بیا درنیسم زه مهرباني وکړه تشکر دان خوب دی نسراب دی منی شپه که برازه دان خوب دی نسراب دی منی شپه که برازه دی الباش پا تر سهر با پا ما رلا کوی دی وردگ و تیل ماهی منه ساتلی دی کندو که دی وردگ و تیل ماهی منه ساتلی دی کندو که یا خرب تبل منه نه بل خرب خلب را کوی ترگهی زبا پراته و لاس پا لاس غالا پر غالا ما از این هم مخدی ورکش ما به نراوی شده تبا نگل ده جگلو کلی ده کابل ده زلزلو کلی تبا نگل ده جگلو کلی ده کابل ده زلزلو کلی زبا اوخ که تو یاما تبا اوخ که تو یاوی زبا زان لطا قربان کلم ببیر جن بیر جن ایمان کلم زبا زان لطا قربان کلم پویر جان میر جان ایمان کلم پا کلاس کلاس برا تخانده زخمی زره بر غده دیال داشت با چو دشت با چو دشکال تبکیارش با دیال داشت با چو دشت با چو دشکال تبکیارش با سپین سهر را توایه ترازه که نرازه شابه شیوه سپین سهر را توایه ترازه دیر خیلی ویل نشه بسی ولا دیر موفقه خدای غده در شیرون دید دوم را کلی و دیر خیلی موای زو خواه یو چو سبا می در نتاقیم کری شیرون میم دکلی می کری پر آدیو که در آقی بانده پیگم در قوت دی ویلو پر نتاقی که در آقی دیر مشکل و سخت و ارچه نسوی ویلی در دکلی می در شیری نسوای کولای دا ځینو د خولې ورته جوړی وی د ستونه ورته جوړو په رادیو کې موږ یو نتاقو سیف الرحمن ابراهیم خیل نومید هغه به ښه شعرونه ویلي ښه د عشقي شعرونه او د بزمي شعرونه هماغه د شعر نتاقو بیا ما نه به یې بلنه کوله چې هغه به نه و بیا ما ته به یې ویل راځه د آزاد چمن سمن پروګرام کې خو موږ به هم یو شی هغه کوو په هغه حد خو نه وو مګر یعنی درجه دو دغو کې موږ هم راتلو مګر دغه هغه نه پوهېدم چې دا ډېر یو سخت کار ده د خبرونه او داسې وو اسانه وو لږ سره هر چا ویلی شو لکه زرنده غوندې زر زر ویل کېږي مګر دا شعر چې ورسره ستونی ښوروه او اهتزاز ورکوه او ټیټو پاس لري دا سخت کار ده تی ښه یې وایي آفرین والا په مخه دې ښه دوستان عزیز بالای مسایل افغانستان صحبتایی که صورت گرفت نظریات شما و همچنان بالای هم چه در چند روز راه افتاده و افغانای ما سراسری در رابطه نظریات نیک داشتن و خواستن که یک حرکت در افغانستان در امریکا و کانادا و سراسری دنیایی جهانی شروع شد و برای بیفته و در اونجا تظاهرات هم باشه در اونجا فرض کنیم صدای خودم بلند بداریم و مقامات امریکایی برسانیم و یک طریق شروع شوه که در اونجا همه زیر یک چتر جمع شویم و باعث یک قوت یک خیزش
یک صدا برای رهایی مردم افغانستان داشته باشیم. او پابرجاست و مجدی صاحب، شاقا مجدی صاحب یک اساسنامه و اینا را هم برای از درست کرده، کسانی که بیشتر شوقی هم یه اساسنامه ها و ایناست، او موجود است. دیگه اینمی هست برادر، در اینجا کدام شخص و حزب و اینا چی میگه شعار داده نمیشه، صرف هدف برای رهایی افغانستان و یک صدا بلند کردن است. آیسته آیسته یک پروسه وقتی با پیش میره، در او باز از تجارب مردم میاموزه، اصلاحات در او بوجود میه، یعنی مردم باید اصلاحات هم بوجود بیاوره، یعنی یک تهداب گذاری میشه، بازم پخصه و کاگل و خشت و گلشه شما بلند کنین، از او قلا درست میکنین و ضرورت هست. اگر لازم نمی بود، ضرورت نمی بود، با ما میگفتیم که حکومتی بشار نیک است برای چی میگه سرنگونی از او شعار نتین، افغانستان آزاد است، باز او وقت درست بود، ما ایت لازم نبود. اینجا اشد ضرورت هست، ما میگم حالت امرجنسی داره. بله، سلام علیکم. بله جناب خطاب سر، سلام علیکم. و علیکم سلام. ز سید ساق ریحایم در ویرجینیا نمیزنگ والی ویسد سنگه او رو را جوری پا خیر ریحاسد شکر مهربانی که ویسد شکر جنابی محترم خطاب صاحب زخ پر سلامون او نیکی ایلی تاس و گران و وطنوال تقدیب اوما او زخ پر لاتار او ایمایت دی ملی حرکت نیبلاغ اوما او دی مادی او مانوی لحاظه و دی ملی پهیر که برخ آخلمه. تشکر. که تاسو اجازه ویزه تو جمله پا دری جبه اوه ویوه. من با جناب محترم استاد مجددی صاحب تماس تلفنی گرفتم و در مورد مسوده حرکت نجات ملت افغانستان که من آن را در بهار سال 2010 خدمت دانشمندان قرار داده صحبت کردیم و آنها از محتوی این طرح استقبال کردن که یک دستاورد آماده شده از برای برآوردن اهداف والای ملی ما. حرکت نجات ملت افغانستان که ممثل آرمانهای ملی افغانهای مقیم خارج از کشور می باشد و مرام اساسی آن نجات ملت مظلوم ما از اسارت، جنگ، بحرانات و نوسانات عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما می باشد. تا ما افغانهای خارج از دیار خویش بتوانیم با انسجام ارزش‌های مادی و معنوی به ملت مستمند ما مستر خدمت شویم، من آرزومندم که جناب استاد مجددی صاحب سمت ریاست موقت این حرکت را قبول فرمایند و از شما برادر محترم آقای خطاب خواهشمند که به حیث معاون این حرکت خدمت نمایید. هر روزی که شما تعیین می‌دارید من حاضرم در مورد مسوده حرکت نجات ملت افغانستان با صورت مفصل با هموطنان عزیز خیش صحبت نمایم و با سوالاتشان جوابهای قناعت بخش ارائه بدهم. بچش با عرض حرمت روز شما بخیر. بسیار عالی. ما بچش ما معاون میگین، چپراسی میگین، صاحب چی میگه باکسوردار میگین، نطاق میگین، چند وظیفه را که با وجه احسان میتونم اجرا کنم او را برتان دفتن فوراً صاحب، یعنی ما حاضر هستم انرژی خودت به او را صرف کنم برای رهایی افغانستان. ما بسیار خوش میشم، افتخار خواهد کردم که معاون یک یا خدمتگار یک حرکت باشم که او به سود مردم افغانستان بیانجامد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام، بفرمایید. خوب هستین؟ شما خیر و خیریت شد میربان. ببخشید شما رو زحمت دادم. همین مظاهره که میشه به افغانستان یا به هر طرف که میشه که میگن که چرا ملل متحد عسکرش آمده، چرا از امریکا آمده، از این قمه مالک زیاد که آمده، همین ما مردم نبودیم که تمام روز در پشت همین تلویزیون ها میامدیم میگفتیم که به افغانستان چی حال است، حالا چرا ملل متحد نمه، چرا اساکر امریکا نمه، چرا چی حال است افغانستان، یادم کشیست که طالب هست که داد میزدیم میگفتیم همین مظاهره رو میکردیم و حال بازی مظاهره رو میکنیم که چرا امریکا آمده، افغانستان آرامی بود، چطور آرامی بود، در دوران طالب ها چی حال بود، امریکا ایلا ایلا آمده،
میگه میو خود ما داد میزدیم که بیای بیای اونه که آمده میگه برای تو یک داده ما نزدیم که بیان افغانستان چور کنن چپاول کنن نه نه همی شما هم کساییم که شما میخواییم که چیز خوب شود معلوم مجددی ها تصابق چی کردن که آل کنن خواره که گولیم مجددی ها چی کردن آلی چی میکنن نیکی ما یک چیز کده ولی ما یک چیز خوب میکنم ولی شما هم پدر کلانتان یک کاری بده کده ولی شما کارای خوب کنین که امنام پدر کلانتان ولی او را قایم بگی که یک صد سال پیش یک مجددی یک کاری کده و خوش شما نیامده ولی همه مجددی ها را قفاقه گرفتین زده میگه مجددی ها را بدتر میگم یعنی چندان خاطری خوش خواه از یک مجددی که نداشتین ولی از اشرف غنی اگه خاطری خوش دارین معنی از اینه که از ما خاطری بد داشته باشین یا از ما اگه خوش دارین ولی امیره شما تو عمومی یک چیز نسازین که ولی همه مامزایا بد است همه پشتونا بد است همه مجددی ها بد است همه آه چیزایی رو میگین ما چرا ترستیم که در سابق داد میزدیم در سابق خب سرشت ما نیست سرم خود ما مردم است و آل میخیزیم مظاهره میکنیم که امریکا برای امریکا چرا آمده آل فهمیدیم باشین که ما اعتراض ما در وقت هم امریکا آمد مرام خدا به سر رساند روسا از افغانستان بیرون شد جنگ سرد ختم شد افغانستان نه کمک کرد و حکومت داری از او نه پول برای از او داد همه تو ایلا داد و برو که نمیری به سرپرست یک چند تا رو روان کردن توسط پاکستان همی ربانی و حضرت و دیگه و دیگه کلگی از این پاکستان مقرر شد توسط پاکستانی یکی برای دو ماه یکی برای چهار ماه این خبر دارین تاریخ اخیر است اونجا فرستادن در حالی که میشد امو پلان بننسوان تعقیب میشد امریکا اگر میخواست کمک کنه مثل حال واری در افغانستان یک حکومت درست به وجود می آمد یک قانونی می بود یک آبادی و یک عمران می بود افغانستان پرخچایش همی امریکا کشید زده روسا انداخته بود تا که در اخیر یک چند دان استنگر به سرشانه مجاهدین داد بعد از 14 سال تا که روسا برآمدند اگر همو قدر هم روسا کار کردیم آقای خطاب چی کردیم؟ خود ما می کار کردیم نکردیم آقای کرزایی که حالا آمده گب می زنم یک امریکا ما را فریب می ده آقای کرزایی خود فریب نداد نو سال بود چی قسال 13 سال نو سال رئیس جمهوری رو برش داد از صفر یعنی کرزایی شروع کرد دفاتر کلش فرش شده بود از توشک و بالشت مردم هایی که آمده بودن یک کشتیگری میکنن در روی دفتر ها که یک نفر میرفت که امضا میکنه یک نفر میخواست که من امضا میکنم حتی هیچ چیز در کابل در افغانستان در کابل هیچ جای دفتره چیز نبود و دیگه باید حالا نگویه که امریکا ما رو بازی میده و آقای کرده بازی مگم نداد اون آوردش قرار و بازی کرد از صفر شروع کرد مگم ما که حالا میگیم و ما در یک چیز خوش نیستیم در یک چیز راضی نیستیم و یادتان باشه که یام رفته نیستن مگم یک وقتی راجع به میام گپ میزنیم شما را زامت دادم تشکر بسیار این نظر شما درست است یعنی حالت بد بدتر است تاریخ بشر است تو میای و میره حالت بد هم میای خوب هم میای مگر یک چیز برتان بگویم که دوران طالبان یقینا ای پولایی که برای طالب هم داده می شد افغانستان آباد می شد یعنی دو سه چند ازی آباد می شد مگر همی پول ها و سپورت بین المللی برای حکومت برهانی الدین ربانی و آقای مسعود هم اگه سپرده می شد جنگ ها را ختم می کردن و در اونجا همی حکومت آقای ربانی از حضرت سبقت الله مجددی اگه آدم مصلح بودن در میان همی خود مجاهدین هر وقت یک منازعه میان جمعیت و حزب اسلامی و دیگرا با وجود می آمد باز حضرت صاحب می آمد رئیسی و مجلس می شود اما آرام می شود می خب یه آدم به ضرر هست مشکل نداره کدام اخوانی دواتشه نیست امیر می پذیریم موقتا چندین بار رئیس شد اما آدم هم با مو بسیار خوش بود که رئیس باشه اما دو ماه از او را می خواست 6 سال بسازه 10 سال بسازه تا که یک آرامی در افغانستان می آمد مگر همونجا هم آتش جنگ همی برپا کردن یکان بار شما روس هم مقصر میدانین با دو چند از او امریکا مقصر است در جنگ های افغانستان همی بریژینسکی میرفت و صاحب همی مردم شولوار میساخت که وطن تانست جنگ کنین و نمانین و که دیگه کنین و صاحب اسلحه را از عرب هم میگرفت به افغانستان میفرستاد همی اسامه بن لادن امریکا
تشویق کرد، روان کرد در جبهات، مهمات نظامی از او را برایشان میرسان. همی عربا و حکومت عربستان سعودی در جهاد افغانستان دست داشت، ایجنتی از اونا پاکستان جهاد رهبری کردن. 14 سال همی جنگ فرسایشی میان افغان و شوروی را همون وقت ما باید دارم، تقریبا در همین سینین 20 و چند خود بودم، ما خود مظاهره کردیم، در اینجا شعار دادیم، افغانستان پرخچایش را پراندن، ضد یک دیو کلان خرس سرخ برابر ساخته بود تا که روسا را به زانو در آوردن. یکان بار همون شخص دانشمند همه جوانب را میبینه، همون شخص جاهل از بعضی سوراخ‌ها یک درخت میبینه و میگه آدم دانشمند بالای سقف بام خود میسته، میگه کل جنگل را میبینه که در اینجا چی هست. و ما مردم متاسفانه همون پیش پای خدا یا از یک دریچه خورد یک چیز مطالعه میکنیم. در عقیده ما در جنگ‌های افغانستان هم شوروی سابق که افغانستان اشغال کرده بود و هم غربی ها که با یک جنگ نابرابر، به خدا اگر شما همی امریکا میخواستن که جنگ افغانستان با روس ختم شود، در 3 سال جنگ ختم میشد، قبربادی به وجود نمیامد. همی مدافع هوایی را اگر به دست مجاهدین میدادن، روس میگروخ فرار میکرد. اونا در زمین ناکام بودن، مگر در هوا مثل حال واری در پروازهای هوایی مجاهدین ملل متحد در اونجا پادرمیانی کرد. نه در امی کنفرانس های بین المللی، امریکا خوی قدرت بود در وقت، روسا نو سجده کرده بودن و ورشکست شده بودن، میتوانست همه تو که در بن همی معامله و آتش برپا ساخت و کرزای واری گفته خود تا آدم آوردن، در اون وقت هم میتوانستن یک حکومت درست سپورت کنن، یک رج و مرج. و مو خاطر مردم میگفت که بابا امریکا باید پشت خود بگ حساب دور نمیداد و ما را یک حکومت درست برای ما با وجود میامد، وقتی هم را میتونست. و حال هم مینا که آمدن برای اهداف خود آمدن، برای شما آمدن که شما خوش شوید. ما هیچ وقت هیچ کسی هم فکر نمی کنم گفته باشه که امریکا به افغانستان اشغال کنه، اما استیهای ما را ببره، یک حکومت ناقص و رزیلان بیاره بالای مقدرات ما حاکم بسازه. ایره کی گفته؟ اگر هم گفته کدام یک آدم دیوانه خواد بوده باشه. شما هر چیزی که مطالعه میکنین صحیح دقیق ببینید که معنای یک گفتار چی هست. به این حالت شما خوش هستین، چی خورسندی داره؟ وطنتان چور شده، اناناتتان به هم خورده، یک حکومت اون رقم از کرزای و دیگه به وجود آمده. ای که ولا طالب بد بود باشه، بلا در پس طالب یا حکومت های قبلی همی ربانی و اینوان. شما دنیا به پیش میره، شما برای بهبود افغانستان کار کنین، در هر مرحله مسئولیت خاصی دارین. شما ایره میپذیرین چون و خراب بود و صاحب بیا ایره بپذیرین، همین هر چیزی که هست بلا در پسش. و ایره اینا میخواین که شما راضی باشین، راضی باشین به بردگی، راضی باشین به فرهنگ پا افتاده، فرهنگ بردگی و مفتخوری، یک حکومت به اون ترتیب، یک اشغال آدم کار فردای نامعلوم و میخورسند باشه که طالبا میان. اگر نامدن باز طالبا چطور میکنه؟ میباشه نمیرقم و ایسته ایسته میرن ما مردم به طالب. خوب ببینیم که افغانستان خوب یک کشوری عیسوی هم نیست و چی هم نیست، اروپایی هم نیست، اونجا خود سنگ چوبی از اونها، اونمو احساساتی از اونها است که جرقه میتی بیا در نصف بدنه را در میتا برد. دین اسلام در اونجا حاکم هست، انانات و دیگه دیگه حاکم هست فعلا. هم الان در جلوی چشم شما در امی محاکمات صحرایی چند تا زن زیر سنگ گور کردن، همی تو کشتنش. حکومت هم حکومت جمهوری اسلامی دست نشاندی ناتو، زنای شما سنگسار گردی. ولی خورا مسئولیتش نه امریکا با طالب داره نه و شما خواهی حکومت دارین. 49 کشورتان هم همونجا هست. در کابل فرخندر جان که جلوی چشم شما به او فجاحت که هیچ در تاریخ او رقم نشده بود، نه در وقت فرعون، نمرود، دیگه دیگه صاحب تاریخ بشر، این در وقت چنگیز همه هر یکی میامد که یک شمشیر میکشت قطع میکد گردنی از او. زن 4 دفعه کشتن، زیر موتر کدن، با آتش کشانیدن،
در آب انداختن، از سقف بام پایین انداختن، نمیدانم لگت کوب کردن. برین در یوتیوب مراجعه کنید. او رو طالب اونجا هیچ یک پر طالب نبود اونجا. او رو در حقیقت ناتو هم کار کرد. ولی می حکومت خودت باعث یک زن میپذیری دیگه شرماور نیست که یکی تان میاین ما میگم خانما بیان که با چیزایی بشنویم که برای بهبود وضع افغانستان میگم این خوب است و وقت چرا ما ایتون میگفتیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب است این سلام. مامانی سلام و احترام خیشا به شما تقدیم داشته سردنگیتون رو آرزو دارم. و علیکم سلام میربانی میکنم. اکر به زندگی کنید ای خان. پاک به فرقی نوزگان نزنید. آفرین. وطنداران گرامی از حق سلیم خیش کار بگیرید. فریب وطن فروشان را که به یاد بوده از افته شهید و یا سرگر تجدید نهارن نخورید. چی دانشمندان گفتن؟ شهید به شخصی گفته بشود که رو به رو در میدان جنگ دفاع از وطن کشته شده باشد. بیایید حقیقت را بدون ترس سوال کنید. اول مرحوم استاد برامنتی ربانی که برای چهار ماه به صفت رئیس جمهور انتقالی از طرف امینگل رئیس استخبارات پاکستان تعیین شده بود، در حالی که تحت حفاظت امنیتی قرار داشت در محل دفتر خیش کشته شد. حتی محمد نور و سخاوتی ربانی و غیره قاتلین استاد را چرا معرفی نمیدارد؟ دوم مرحوم مسایی رهبر حزب وحدت جهت مذاکره به چهارآثار رفت، در آنجا کشته شد. روی چه علت کریم خلیلی محقق کشته شدن مرحوم مزاری را برای مردم برقرار نمیسازم؟ سوم مرحوم عبدالشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در صفحه چچ کتاب اردوی سیاست نبی عظیمی تاریل است مسعود حاصل گردید که با روسیه ها سجبت بست نماید، در حالی که در وقت ساکل روسی رو به شکست بود. عین که آمشو مسعود در دفتر کارش میخواست به خبرنگار مصاحبه کند صورت گیرد، آمشو مسعود به اثر انفجار کشته شد. عبدالله عبدالله، عبدنیا مسعود و غیره طرفدارانش که در مقامات حکومتی و حدث ملی قرار دارند خاموشی اختیار نبایند. چرا؟ آمد کرزای در مقام ریاست جمهوری به اساس فیصله کنفرانس بن قرار داشت. پدر و برادرش کشته شد. روی چه علت این روبای مکار قاتلین ایران را معرفی نمی کند؟ جنگسالاران، زورمندان، بیرا ساخوران ترجمه های خود فروخته تا کدام وقت جهت ادامه مقام قدرت طلبی خیش ادامه بید؟ عزت و امتتان در کجا نفته است؟ اشرف غنی و دارالسلسه از طرف اتحادیه نامقدس با حنیف اتبر و استاد زکزی جاسوس دو طرفه به بریزی اخری و سبی گرفتار شدند. مردم عوام در حال تشویش بایدی مردم عوام را در حال تشویش و مایشی قرار دادند. با احترام. بله همینطور است برادر. خوبی که بازخواست شوه کیره کی کشت کشتنشان برادر امین مزاری آمد با امرای طالبان و طالبان او را بردن که به قندار ببرد، اونجا دست انداخت توفنگ طالب را گرفت که طالب را بکشه. طالب هم او را گرفت خود از او را به قتل رساند، از خود دفاع کرد، از تیاره پایان انداخت، کدام درخت آویزان بود برای یک دو سه روز تا که امیم بیادرهای ازاره پیدا شدن و سرشانه ورداشتن مزار شریف بردن و دفن کردن و از وام یک قهرمان درست کردند. در حالی که وام آدم میکشت در افغانستان یا خود قوای جنگی افغانستان بودن. اما چای مسعود یکی از جنگجویان افغانستان کدام تعمیر نکرده، کدام افتخار دیگه نداره، تو عالم نبوده، تو خط و سیر تاریخ افغانستان تغییر نداده. همینطور مزاری، همین خود مزاری و خلیلی و همین گروه تقریبا چندین سال در می کابل با هم درگیر بودن با همین شورای نظار و همچای مسعود. همچای مسعود میخواست که قتل همین هزارا را بکشه و از بین ببریشن. همین فاجعه افشار رو دیگه دیگه از کجا وجود آمد؟ این مسئله پول از منفعت هاست. امروز یکی دیگه خود چون حیوانات میلیسن سه به این نیست که والا یه قدر که آدم در میان هزارا و برادران پنشیری کشته شده همین جمعیت در هیچ جنگ داخلی تو
صورت نگرفته. یا رویاروی بودن، مستقیما سنگر داشتن. یکی از اونا در کوتی سنگی و دیگهشان در نمیدانم پول باقی عمومی. همی پانتون کابل به دست حزب وحدت بود در وقتی ربانی. پانتون کابل همو کتابخانه را یکی میگه در دادند از آرا و همی حزب وحدت میگه او را سنگر خود ساخته بودن که ضد احمدشاه مسعود. سینه های همی خانم های یکی دیگر را میکندن و سب کلکسیون درست میکردن و مباهات میکردن که ما زیاد سینه کندیم و دیگه میبود ما زیاد سینه های برزن از آره ها را قیچی کدیم و صحبیه نبی بینند خانه های زیاد داخل شد. به حد فجاهت و بدبختی بود ویره خواه ما بیاد داره. آل مزاری قهرمان شد که فلانی قهرمان و اینا یاره باید یادآوری کنیم. شاید دیگه یا حراس داره یا جراتی از اون نداره یا معلوماتی از اون ناقص است یا زیر احساسات تلویزیون ها و دیگه و دیگه برابر شدن همه چیزا رو میخوای فراموش کنن. می گذشته های از اینا بود. شما خب همو شرایط و قهرمان ببینید که قهرمان چی معنا میده، چی معنا رو افاده میداره، کی باید قهرمان باشه. بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. و علیکم سلام. بفر شب محترم. چه شما خوب است؟ بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ سلامت باشین آقای صاحب. امروز یک گفته شما در پالی از یک بسیار افراد مثلا اشخاص شما رو تعریف میکرد، امروز ما هم میخوایم شما رو یک تعریف بکنم. والا برادر هیچ ما رو تعریف ما رو نکو برادر هیچ ما ضرورت به تعریف هم نداره. تعریف میکنم شما امروز گفت دین روز بود یا پری روز بود گفتین گفتین هر کسی که مرا آجی میگه آجی میگه ما کدام یعنی دستم در دم قلب میزنم، یعنی خدا اینطور احساس میکنم که ما با خانه خدا رفتیم حج کردیم دوبار حج کردیم. یکی اداوری میشه هایی برای همه ماست. یک منی کلی آجی ها رو میگم. بله بله، یعنی گفته شما بر تمام آجی ها یک بسیار یک گفت بسیار 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 خوب بود، بسیار یک گفت خوب بود. من اینی گفتان خوشم آمد که تنها خودتان نبود که گفتین که من کده دست خود مثلا به سر قلبم میزنم یا گردیم میزنم. یعنی به تمام مهاجی ها شما همی رسته که در امریکا هست، در اروپا هست، در افغانستان هست، هر جایی که هست، یعنی شما یک الگوی بسیار خوب قرار دادین که حج رفتن هم پنج دنیای مسلمانی را برقرار کردن. چی کسی باید باشه؟ از شما بسیار تشکر آجی سید. مهربان هستید. تشکر. بله خود این فرایز دین اسلام از عقیده گرفته تا نماز تا حج تا همین خود تادیه زکات که ما ریچ به کلی اغماز میکنیم و فریزه را هیچ هیچ در کلی خود نداریم. همین کسایی که امروز پولهای گزاف بیلیون بیلیون دلار دارد، برادرای آقای عامد کرزایی در حدود یک انتنام یعنو مینه را براورد کرد، میگه یک بیلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته. این از هر کدام از اینا یعنی در ماه باید یک 20 میلیون دلار اینا زکات باید بده. هزار میلیون دلار تان یک بیلیون میشه. دو بیلیون اگر تنها یک پروژه از و یک بیلیون خواهد دو بیلیون دیگه هم دارن. همی بیلیون ها خود جیب از این یار افتاده. همی دوزای کلان کلان سرمایه های افغانستان. در حالی که محمود کرزایی در سان فرانسیسکو به نام هلمند رستوران یک رستورانه که عادی داشت که در ماه یک 5-6 هزار دلار زیاد عاید نداشت. از او برادر کس ای باید یک هزار سال زندگی میکرد که تا او بیلیونر میشد. در افغانستان شب در میان با زور برادر خود و ناتو در این دوزی ها سه بر کدام از یک بیلیونر شده. زکات از اینا را اگرچه حرام حرام است خب مگر باز هم آنچه دارن بالای از یک فریضه است که بپردازه او را باید یک فکر یک نفر راحت بسازه. یک نفر میگه بیلیونر معنی از این که خودت یک 20 میلیون دلار میتونی کمک کنی مردم افغانستان. نماز میخوانی ادای نماز کردم معنی از این که خودت همیلی رفتی توبه کردی دیگه کارهای بد نمیکنی. نماز همو معنا را میده، تعهد کردی با خداوند، همیلی از ملاقات خداوند برگشتی. بدر چی گپ شد؟ خداوند برای چی گفت؟ حجم هم طور است. اما فرایز دین اسلام وقتی به شما راجع میشه و شما ادا میدارین در اعمال انسان خود تغییر را باید به وجود بیاره. تا
تنها رفتن و پس آمدن و حالی میگه در افغانستان تو شده که هر سال همون کسایی که زیادترین فسق و فجور و بدی را انجام میتن مرتکب میشن اونا پس میگه باز حج میرن و باز پس میاد اثر شروع میکنن که حالا خب ما پاک شدم باش که باز تا آخر سال تا دیگه وقتی حج ناپاک شوم که باز حج برم بودم مغزی از اونا هم تو پیچ خورده که حج رفتن معنی ازی که یک شخص مثل یک طفل پاک میشه امور هم نمیتونن که اینا روز به روز بدبخت شده میره هر قدری که به خانه خدا تعهد میکنه و تعهد میشکنانن باز اونجا میره و روسیا آدم کش دوز قاتل در اونجا او را خوب باید بسنجه بله سلام علیکم الو سلام علیکم جناب محترم آقای خطاب و علیکم سلام بفرمایید خدمت شما عرض میکنیم جناب آقای خطاب آنچه که ضرورت حساسی است برای یک انسان با چی خواسته و همینطور به شکل اجتماعی تعمیر است در اجتماع و از اجتماع به دولت و عبارت از آزادی است افغانستان تا زمانی که استقلال سیاسی میگه زمان استقلال سیاسی وجود داره که استقلال اقتصادی تامین شده باشه ما امروز استقلال اقتصادی ما تامین شده نیست وابسته به امریکا است بناهن افغانستان حکومتی که در افغانستان است یک حکومت وابسته به امریکا است و این دست نشانده است یه طور فکر بکنیم که حتی تشکیلات اداری عزیز هم نمیتونیم به یک دولت به یک حکومت تشبیه کنیم چرا؟ امروز او فقط در شکلی است که مثل یک فابریک بگوییم یا مثل یک فابریکه که در رأس یک شیف قرار داره که عبارت از آقای اشرف غنی است و هر صلاحیتی که آقای تصمیمی که اشرف غنی میگیره دیگر او را باید عملی بکنه این تو نیست که دارات دولتی که در دولت ها معمول است که هر وزیر وزارتخانه صلاحیت وزیر داره که در اداره خود استعدادها را باید تبارز بده که تبدیل و تغییر تبدیل بیاره کسایی که استعداد از اونها را رشد بده این چیزا در افغانستان هیچ وجود نداره فقط به شکل یک فابریک مطابق با دستور امریکا در افغانستان عمل میشه حکومت دست نشانده به هیچ چیزی فقط برای ملت به خواست ملت اینا عمل نکرده نمیکنن اساسی ترین چیز ما باید اگر آزادی یا استقلال بیداشتیم امروز در افغانستان امنیت زودتر تامین میشد ما میتونستیم سلاح و ضرورت یک ملت است اردوش باید تکمیل میکردیم نیروهای زمینیش نیروی هواییش و همچنان پلیس امنیت دولتی ما را این چیزا در افغانستان هیچ اصلا دیده نمیشه چون تا زمانی که منافع امریکا در منطقه است و به خصوص امروز به جهان اگر نظر اندازی میکنیم همین کشورها همین بر قدرت های جهان یک تشنت جهانی را برای انداختن شما ببینید در کشور سوریه در کشور عراق در کشور کره شمالی و اینا را هم حتی زیر تحریمات خود گرفتن و این نمی هست که در این تشنجات جنگ نیست اما در این تشنجات اینا میتونن انبار سلاحی که در گذشته دارن همین کشورها و باز به این کشورها به فروش برسانند سعودی عرب از جمله مشتریهایش است امروز اسرائیل نتانیاهو اونقدر وار خطا شده که مبادا سوریه داره قدرت نظامی خوبتر از با کمک ماسکو مبادا به منطقه گولان حمله نکنن منطقه را دوباره از پیش از اینا واپس نگیره او سفر میکنه به ماسکو به جایی که پوتین در تفریگاه در سوچی در اوش نزدش میره و از او امره از او ملاقات میکنه همه ای تشنجات کاری هست از خود کشورهای عبر قدرتهای بزرگ و کشورهای ضعیف مثل افغانستان و اینا پایمال هستن پاکستان هم با وجودی که یک کشور متحد امریکاست اما این استراتژی که امروز تعیین کرده به نام جنوب آسیا کلن بر منافع افغانستان نبوده ای بکلی بس تکیه میکنه چند وقت ببینین به طرف پاکستان اینا رجوع میکنن چرا بدون پاکستان یا در منطقه نمیتونن دست به کارشان بر منافع خودشان و منافع از اینا دراز مدت است و افغانستان در اینجا تلفات خود باید بده و آنچه که ما را زیادتر ضربه میزنه موضوعات اینمی تعصبات قومی و زبانی در حکومت داری است اینا اگر بخواهند یک کسی در یک افغان در یک کشور حکومت داری بکنن آنچه که در حکومت داری است وحدت ملیش است ما وحدت ملی خود را اونقدر برازی نداریم چون حکومت دست نشانده است بر منافع ملت چون آزادی را نداره که بر مطابق به خواستهای ملت عمل بکنه آنچه که در خواستهای ملت نیفته است و عبارت از آزادی یک کشور است وقتی که ما آزاد باشیم میتونیم مطابق به خواست ملت خود تصمیم بگیریم مطابق به خواست ملت خود به هر کشوری که بخوایم
روابط خود را نزدیکتر بسازیم یا خواسته های خود را نیازهای کشور از او کشورها طلب بکنیم. متاسفانه ما فقط در یک وابستگی به امریکا هستیم و امریکا هم ما را به خردمیر میده و اقتصاد ما را 65% از بودجه دولتی ما را اونا میده و اقتصاد زیاد نگیریم. به همین خاطر بودم خدمت شما. بله تشکر عرفای خوبی فرمودین اختری صاحب. اگر افغانستان آزاد ما یکان دفعه فکر میکنم که بعض دوستان راست میگه، اگر همی امریکا نبود و ناتو برآمد، خب اول نمی بدنی جمعیت اسلامی میراث خور کلی چیزا هم خدا میدانن، الگوی مقاومت اینا هستن، قهرمان اینا دارن، حکومت از اینا بود، هر یکی سب ادعا داره در اونجا و در اینجا حزب وحدت سب اون نفر دوم است. دوستان خوبانین که او پادشاه مقرر کرده و میکنه و آدم ادعایی دارد، حزب اسلامی ادعا داره، فرض کنیم اعذاب مخرب افغانستان باز علیه یک دیگر میفتن، جنگای داخلی شروع میشه، بلاسر از اون مردم افغانستان تبا میشن. از امون خاطرم امون لیافی کنی مولا نصرالدین است که در شب بسیار سرد زمستانی افتاده بالای ما، میگیم خواهمی خوب است که از خنک نموریم. اگر بار همه طور است، اگر امین آنمی بودن و ملت جمع می شدن راستی واقعا نمایندگان مردم، از پنشیر نماینده واقعی مردم، از پروان واقعی مردم، از نمیدانم از کجا واقعی مردم، از قندار واقعی مردم، همه تو باز حکومتداری خوب او رقم می تانستم تمثیل کنیم. این حکومت زور و اسلحه و این چیزا سب مردم تباه می سازن. دشمن استقلال خوب همی مردم هستن، دشمن آزادی همی مردم هستن. آزادی او وقت است که مردم تصمیم بگیره، او را برای تصمیم گرفتن مردم معرکه اینا میمانند. اما حضرت دو ماهش پوره نشده بود صاحب، همی آقای احمدشاه مسعود زد نیمه تیاریش پراند که بمره که یک ماه دیگه شما حکومت کنیم. هر یکی تلاش داشته برای همی احراز قدرت و همه تو بوده و هر یکی صلاح داره. اگه تو افراد و اشخاص بی صلاح و اینا می بودن خب باز باش می شد. اون وقتی که پادشاهی الازرت پادشاهی سابق با هم خورد و داود خان دفتن شب در میان کودتا کرد، من افغانستان بودم، چون ملت خل صلاح بود. کلگی گفتم رادیو هر کسی که در رادیو گپ زد هم رئیس جمهور است، مگر حال او تو نیست. ولی افراد مسلح هر کس از خود اجندا دارم میخوای رئیس جمهور باشه، صد در رادیو چیغ بزنه که فلانی رئیس جمهور است هیچ معنی نداره، زور است، جبر است. و بعد از او داود خان از بین بردن، بازم کمونیست ها آمدن، بازم آرام آرامی بود تا که آهسته آهسته جهاد شور خورد. به هر حال میریم سراغ وقفه اعلانات. دوستان عزیز لطفا تلفن هایتان نگه دارین، با برگشت انشاءالله به شما رسیدگی خواهد شد. یکی از بزرگترین مشکلات امروز بشر چاقی است. چاقی و اضافه وزن علاوه بر تأثیر منفی بر زیبایی ظاهر انسان، باعث بسیاری بیماری‌های قلبی، خونی و سکته‌های نابهنگام می‌شود. امروزه مبارزه با چاقی و یافتن راه‌های درمان آن مأموریت بسیاری از دانشمندان و محققان است و به همین دلیل است که صدها نوع دارو برای درمان چاقی امروز در بازار موجود است. اما آیا می دانید عوارض جانبی داروهای شیمیایی بسیار بدتر و شدیدتر از خود چاقی است؟ آیا می دانید در بسیاری مواقع شخص مجدداً اضافه وزن پیدا می کند؟ چرا راه حل‌های گران، رژیم‌های سخت و داروهای شیمیایی وقتی می توان با پیوند دوباره با طبیعت و به روش سالم و طبیعی با این مشکل مبارزه کرد؟ کپسول های آیورتریم محصولی از دانش پزشکی آیورودا، راه حل طبیعی برای کنترل وزن و رسیدن به وزن مطلوب. مبارزه با پر اشتهایی، تقویت و سرعت بخشیدن به سوخت و ساز، دفع بیشتر مواد اضافی از بدن با ترکیبات کاملا طبیعی. آیورتریم با استفاده از ترکیب 3 گیاه اصلی، گارسینیا، آرجونین و گوگول، سیستم بدن را ترمیم کرده
و با تأثیر مستقیم بر اشتها، سوخت و ساز و دفع مواد از بدن شما را به وزن مطلوب میرساند. Made in USA ISO 9001-2000 Prop 65 Compliant GMP Compliant آیورتریم محصولی از دانش آیورودا. آیورودا علم زندگی، علم جوانی. 818-884-70-18. عزیز، ادریس سوپرمارکت که جدیداً به فعالیت آغاز کرده با عرضه انواع مواد غذایی افغانی، ترکی، ایرانی، عربی، پاکستانی، هندی و آلمانی، همچنان گوشت ذبح اسلامی، خشک افغانی، ایرانی و ترکی، میوه و سبزی های تازه، لوازم خانه و آشپزخانه، برنج های الکریم و امران همروزه در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. آدرس: برگدورف اشتراسه 136 برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی، یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایید انگامه جان، سفر خوش باشه، با آرزو دارم. تشکر از شما. ما تمام سفرهای خود را به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ، شتایندم 97، برلین، شترومشتراسه 22، اسن، فیگوفر پلاتس نمره 10. مژده به هموطنان خارج از کشور، یک گام بزرگ در تکنولوژی مدرن نشرات تلویزیونی. شبکه افغان آی پی تی وی جدیدترین افغان باکس 5 را با کیفیت خاص و عالی برای تماشای هر نوع پروگرام های تلویزیونی مانند اخبار،
فیلم ها، سریال ها، سرگرمی ها برای اطفال و خوشی تمامی خانواده های محترم افغان در سرتاسر جهان آماده نموده است. افغان باکس 5 با سیستم اندروید عیار شده که دارای سیستم اتصالی بی سیم، وای فای با کیفیت عالی تصویری 4K و تمامی اپس ها مانند یوتیوب، اسکایپ، فیسبوک و غیره می باشد. و همچنان با افغان باکس 5 شما می توانید پروگرام های گذشته الا 70 ساعت را تماشا نمایید. افغان باکس 5 را شما می توانید از مرکز افغان آی پی تی وی نمایندگی ها و هم آنلاین با یک سال گارانتی به دست آورید. برای معلومات هرچی بیشتر لطفاً به صفحه اینترنتی افغان آی پی تی وی مراجعه نمایید. دوستان عزیز، عرض سلام است و احترام خدمت شما. و بحث ما بالای اوضاع افغانستان و ای که تظاهرات در قره‌باغ ولایت کابل صورت گرفت بنابر توهینی که از جانب اردوی ایالات متحده امریکا یا از طریق هواپیمای نظامی ناتو پرتاب گردید بالای قره و قصبات پروان، ولایت پروان و مردم مشتعل ساخت و مرگ بر امریکا و اینا سر زده شد، داده شد. برای مسئله صحبت کردیم. همچنان پالیسی جدید ایالات متحده امریکا با انانسمنتی که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که قوای بیشتر به افغانستان فرستاده شود و حراس افغانان سرکوب گردن و پاکستان هشدار دادن و یرفا و آقای سید حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ارگ ریاست جمهوری یا دفتر رئیس جمهور اونا قلقله کردن، اونا گفتن که به سود مردم افغانستان هست و پالیسی جدید ایالات متحده امریکا متضمن منافع دو جانبی ایالات متحده و افغانستان هست. به منوال صحبت بالای مسائل بود. خب ما افغانا حرفایی را که عرض می داریم به شمول خود ما در رابطه با اوضاع افغانستان، خب بریم ببینیم که ما خود ما چون میگیم یک چیزی باید کرده باشیم. یک شخص با مو امکانات خود و توانایی های خود لایسل الانسان الا ماسا مسئولیت داره. اگر یک چارکرانی داره، یک یتیمی را سرپرستی کنه در افغانستان و قرآن هم امر می فرمایه. بعضی مردم به حد دلسوز هستن برای ابنای بشر. او را هم که پرسان کنی میگیره ما چون انسان دوست دارم و در نهاد ما انسان دوستی است، بنان ما او را به خاطر یک انسان دوستی کار می کنم که وقتی ما یک کمک به کسی میرسانم از اون لذت میبرم. از زمره در تاریخ بشر مادر تریسا بسیار معروف بوده. بعض انسانهای دیگه که البته بیشتر اینه در خفا ماندن و شهره نگردیدن، بعضی داکیمنتری ها رو ما میبینم. مادر تریسا رو گفت که خودی تیوی اولادای مردمی که در سرک خیابان اعلام میتن و میگروزن و فرار میکنن که دیگه اولادای از اونا را در امی کلکته بشار. یک بدبختی یک وقت آمده بود، مریضی وبا بود و مسئله واکسینیشن و تداوی و حفظ صحت بشار بد بود. باز ما در تریسا می رفتم و اشتوکایی را که راستی یک مریضی بشار بد ساری داشت و انسان ها از مریضی جزام بود یا تکلیفی که داشت یا مریضی کولرا و وبا فرار میکردن، یک مادر طفل عزیز خود از بغل خود میگرفت در خیابان میانداخت و فرار میکرد میگرفت.
ایتو یک حالت بد بالای اونجا آمده بود. با زمین مادر تریسا که او طفل نمیشناخت، نه هم کشوری از او بود، نه هم کیشی از او، نه هم دینی از او، و کلیساهای که مربوطی از او هم میشن، مادر تریسا یکی از اونا بود، اونا گفته بودن که خودت بدون اجازه ما نمیتونی کارا رو کنی که اطفال برداری. باز برای امو خود کلیسای خود خط نمیشت که ما دیگه هیچ به امر و نهی شما وقتی نمیگذارم، ما خود آزادانه عمل میکنم. باز بسیار شهره گردید اطفال یک ایندیره یک ایندوره که هیچ به او پیوندی از هیچ جهتی نداشت، صرف بایسی که طفل یک انسان است، بشر است، میبرداشت تداوی میکرد. و باز بسیار شهره شد در طول تاریخ بشر. مادر تریسا اسمش زنده میمانه و یا ماندگار هست. همه تو دکتر یونس در بنگلادش که همی بزنس های خورده برای مردم به وجود آورد و مردم به کار انداخت، بعض انسان ها در طول تاریخ کارهایی کرده که اصلی قهرمان امو مردم شمرده میشن. واقعیت امر همی است که تغییر در حیات بعض انسان ها میارن. در روز یک داکیومنتری رو من میدیدم در نتفلیکس، یک آقا به نام دکتر جورج که او طبیع هندوستان است، بدبختی کشور خود راستی درک میکرد و میدانست، و امو بزنس خدا یا کار خدا تقریبا 20 میلیون دلار فروخ. گفت که من قبل از اینکه به سن 50 برسم میخوایم تقاعد کنم و میرم در یک محلی که در اونجا مدرس است که چی است، یک منطقه هندوستان، در اونجا او را رانده شدگان میگن، یک منطقه است رانده شدگان که هیچ کس به اونا داوطلب نداره، یک کمیونیتی، یک تعداد افرادی هستند که او را انتچبل، یعنی که اونا را تا وقتی یک نفر میگه اینقدر ناس و بد هستند، طبقه بدی اجتماع هستن، اگه شما دستتان با اونا بخوره برای شما یک بدی آید حال شما میشه از لحاظ روانی. بازو اطفال بیشتر بدبخت بودن، نه مکتبی داشتن و نه سرپناه و اینا. بازی آدم گفت که من میایم در حیات امی مردم تغییرات به وجود میارم. شما در نتفلیکس داخل شوین، داکیومنتری دکتر جورج ببینین، بسیار جالب است. در افغانستان یک خانم به نام نانسی دوپری یک افغانستان شناس بعداً معرفی شدن و تقریبا در حدود 60 چند سال عمر خود در افغانستان صرف کرد که تاریخ افغانستان و هریتیج و یعنی افتخارات افغانستان همه از او را عکس گرفت و تحریر کرد و نوشت و بسیار زحمت کشید. با شوهری از اونا لوی دوپری، اردوی از اونا افراد و اشخاصی بودن که در افغانستان که هیچ با افغانستان پیوند نداشت، نه هم کیش ما بودن، نه هم دین ما، نه هم کشور ما، نه هم خون ما. و امو خانم دوپری در لابلای بدبختی افغانستان در امونجا خدا گرفت تا که امونجا مرد. در میفته گذاشته در افغانستان او را دفن کردن روز یک شنبه. بسیار جالب بوده وقتی آدم در درون مغز بعض انسان ها، باز برای از اونا دیگه سرحد و دین و نمیدانم مذهب و اینا هیچ حایل شده نمیتونه، میخواه یک کاری را عاشقانه انجام بده که او خیری از اونا به یک کتله برسه. و در افغانستان بسیار زحمت کشیدن. یکان بار برای ما یک مثال بسیار خوب شده میتونه که خانمای ما را ببینین که تشریف دارن و در هجرت و اینوان، اگر چی اونا هم مصائب زیادی را متحمل میشن، مگر در اونجا خارجی یک خانم از نیویورک میره به هندوستان، هم پدر از اونا یک کاری داشت ویسی میشنری، بعد از او از اونجا میاموزه و در افغانستان عاشق لویی دوپری میشه. تا هر دوی از اینا یکی خانم خود ول میکنه، گفته بعضی جدا میشوی شوهر خود و لویی دوپری، هر دوی از اینا با هم سر میچ میکردن. 60 چند سال در افغانستان عمر عزیز خود برای تحقیق و 5 کتاب و رساله ها و چندین هزار عکس و اینا به کتابخانه یا مرکز که اونا تاسیس کردن در پانتون کابل اطلاعاتی برای از او اهدا کردن. و امروز خانم میمیره در افغانستان و دفن میشه، اما عمر خود برای خدمت برای مردم افغانستان بلا عوض که نه کدام میخواه میلیونر شو و
نه میخوای رئیس جمهوری افغانستان شوه، نه خانم کدام رئیس جمهور باشه. اما حیات بعض انسان ها برای آدم بیشتر تعلیم میده و یک مکتب بروخ مردم باز میدار. و ما افغان ها تا پاکستان میربان شوه ما خوب نمیشیم، تا صاحب نمیدانم حکومت درست نبیه، تا اتحاد نکنیم، تا اتفاق نکنیم، تا چطور نکنیم. یعنی از اینجا یک چیز رو باید شروع نکنیم، از بیرون همه چیزا باید خوب شوه، شرایط مساعد شوه، همه چیزا درست باشه. باز بعد از او چرت میزنه که آیا یک قدم رنجه کنه یا نکنه، او رو باز به خیر خود فکر میکنه. بسیاری افغانایی که به افغانستان رفتن برای خدمت به افغانستان نرفتن. ما یکان بار میگم که امریکا چی خسور داره وقتی یک افغان ما از امریکا، از کالیفرنیا، از ورجینیا، اینوان، از کانادا میرن برای افغانستان، به افغانستان و اونجا برای اینکه یک چارکران به جیبشان بفته و ترک بده افغانستان براین پولای افغانستان بکشن از او کشور، دیگه هیچ وقتی نگذاره. دیگه اگه امریکا هیچی مقصر است، او خود نه بیادر هم دین ماست، نه هم کش ماست، نه منعنه ماست، هیچ چیز مشترک وجوهاتی ما هیچ با هم نمیخوانه. صرف او یک انسان است، او وقتی جفا میکنه دردش شاید بیشتر کم باشه. اینکه ما جفا میکنیم، ما بدبختی ها را عاید حال خود میسازیم. والا نفاق است، نفاق کی میندازه او برادر؟ ما خو هیچ با هیچ کس نفاق ندارم، هیچ مغزم از نفاق خالی است. همین کسایی هم که عادی ای طرف داریم، ما ولد همینجا در رستوران برادرای پنشیری میرم در شمال کالیفرنیا، اشوقانه که دیگر دوست داریم. نه تنها که نفرت نداریم، دوست هم داریم. در همون شمال کالیفرنیا یک دوست ماست، آقای فدایی صاحب، خدا بیامرزه رحمت کنه، با ما یک پیوند خویشی هم داره، پسر از اونها جیهون جان. به حدی شخص مؤدب و شریف است، شما در رستوران از این شخص شما داخل شوین، از غذا گرفته تا پاکی و تا نجابت و پیش آمد و روی نیک، بسیار شما لذت میبرین. آره، ما اولا چون پنشیریست که ما باید بد ببینم؟ خودش اقده ندارم، ما اقده داشته باشم. همه تو دیگه افراد و اشخاصی که در افغانستان یا برادرای هزاره، بعضی هزاره ها را میشناسم، بسیار مردم نیک و شریف و دوست ما صادقانه کار میکنن، اما ما حول فامیل بسیار اما تو حلال وجود آورده. ما ولی لذت میبرم از اون دید و شنیدن زندگی از اون. دیگه هر کس خوب، هر کس یعنی ناک بر ناک، ولی چون با قواره و چهره و مذهب و اینا اوتور نیست. خود روی بشر، مگر امی احزاب، امی کسایی که صاحب غرض هستن، امی رانده شده های تاریخ و امی دروغگویان، امی هستن که نفاق به وجود میارن. بله، سلام علیکم. سنگه ورور جوری پخیر ورور دستاد توصیه را ندم. همیشه از افتخار کنم که او رو به داد افتخار اصلاح دفاره ده او زهر آفرین آفرین. دوستای عزیز، همی فارسی منظور و هیده نیست که فرق کنم، ولی خوب است که همه دوستا بخوابند میدارن. من میخوایم به اجازه جناب خطاب صاحب در رابطه به عمل و عکس العمل حرف بزنم و یکی دو حرفی که بسیار مرور گذرایی دارم به برنامه امروز. موضوع امروز اصلا عمل و عکس العملی بود که اصلا دوستا اگر حرف مرا بشنوند که از این وسیع بیرون درن و ازشان خوش میشون. او این بود که امریکا دوست دیرین شما مسلمانای مجاهد افغانستان، شما مردمی که از اسلام شما در زمان روس لعنتی دفاع کرد، آفرینش، ولی شما نفهمیدیم که این قبرکن مسلمان ها بوده و هست و ما درست نگفتیم. همون زمان آلام به حرف کنستاد استم که باید ای از این خواب براید. خب حال من سوال من ای است، از جهان اسلام، از مکه معظمه، از شیخای عرب، از کسایی که ظاهرن از اسلام دفاع میکنن، از مجاهدینی که اشرار بیش نیستن و به چوکی ها امروز مصروف هستن پول جمع میکنن، آیا در برابر شور روز لعنتی که دیروز به امی اندازه به شما جفا نکرده بود و نه او خلقی نه پرچمی که معدود پا نمی
کنم جنایتشان پیشنه محاسبه شدنی هست، ولی شما چه رسالت دارین در برابر دینتان، در برابر قرآنتان، در برابر اسلام عزیزتان که امروز فقط به چهار قرآن خود مصروف ساختیم دست بر شما و میگیم که افغان و شوروی امریکا نباید برای مثل کمشیره گفت. اگر برای ما خرابی باشه، بله رقص و آواز خراب میشه، خواندنهای قرصه که پنشیر دیگه از بین میره. این است رازگم. خب دوم و یک چیزی که بسیار مهم است و ایست که در حرفای قبلی آقای خطاب شما و تایید از یک گرف دوست ما شورای نظار یا جمعیت بدیل ناتو و امریکا دانستین، در حالی که اونطور نیست، هرگز اونطور شده نمیتونه. این حرف برخلاف حرفای قبلی شما بود که اینا در کولاب رفتن، چهار نفر طالب پاچه 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 در آن و اصطلاح اینا رو روان کردن. آیا اینا دوباره بر میتونن بدیل از اینا همی خود بود؟ نه، این یگانه حرف است که دیگران به دان شما یا به ما بیتن که گوی آدمون امریکا باز مشکل خلق میکنه، در حالی که ما برای شما میگیم که دمون امریکا با این فجوهی که میکنه بدتر از این حالت نمیشه و هرگز هم نباید شما باید ملت فقط به پایستان شما. آخرین درست رو بمیست که جناب خطاب صاحب مطلب همیشه ماخرین آخرین رو میگیم امی با شما چطور میتونیم که دمی حالت بدون این که پشت عمل و عکس العمل بگیرید، این مبارزه راه مختلف خود داره و ما میدونم بگذار که دیگرها هم بفهمند که اصلا حرف چه قرار است. به اشعار عاشقانه هم بلی بلی اگر نگویید این روز خوب است و ما علینا الا البلاغ. از خب دوستا خواهش کردن که طریق برای بیفته، ما هم لبیک گفتیم، کدام تعهد که آسمان به زمین میزنیم و طورم نکردیم. آقای مجایدی صاحب هم آماده شدن، سخی خان عجی صاحب از کانادا لطف کردن، ما هم حاضر هستیم. اون یک مثال یک نفر که در مندهی آمده بود، دیده بود که یک کوت براس و یک کوت آردس و طرف هم کوتی روغن و پرسیدی چیست، فکر کرد که بوره نیست، که بوره هست، چی آردس؟ میگه آردسی روغن. برادر با ملاجه از عرقی گفت که بدبخت چرا بیر الوه پخته نمکنی؟ آلی برادر روغن هم دارین و بوره هم دارین و آرد هم دارین و گرسنه هم هستی ملت، بیاین اگه الوه پخته مکنین که بریم در جان یک کاری خیر و نیک یک حرکت آغاز کنین، بیاین درن. و نمره مجدی صاحب شماریشان و اسم مبارکشان شاقام جدیدی را فرزاد جان روی پر صفحه تلویزیون هم قرار خواد داد، یکان با امرایشان به تماس شد صحبت کنین با امرایش استاد شاقام جدیدی سب و معاقای از او را دیروز یکی البته درج نکرده بود، اصلا آقای استاد شاقام جدیدی سب آقام هستن، مجدیدی هم هستن و شای خود هم هستن، استاد هم هستن و من میشناسم و شخصیتی از اونا را ما برتان تایید میکنم که تو دوز و دغل و تو سابقه هایی که مردم به او خجالت بکشه. ای که برادر که 40 سال پیش مجدیدی ها چی کدالی که چی میکنن، 100 سال پیش نمیفهم نیکی ما چی کده بود. حالی ما یک چیزی که میکنم، ما مسئولیتی از او را دارم. حالی در این خاندان مجدیدی هر کسی چی، هر یکی در گروی اعمال خود است. شما ایتو نکنین که یک کسی بد کده کل از یا بد هستن. یک نفر برتان کاری نیک میکنه و زندگی خود وقف میکنه، کار خود، قلم خود میورداره، چارقران خود، اینا حضور خود تشکر کنین. مگه چون یک وقتی، یک مثال ما یک وقتی باید برای ما داستان کرده بود، بسیار جالب بود، میگه یک اطرافی میگه پسر خود آورده بود، نوجوان میگدیم کابل، قدم میزدن که بیا کابل نشانت بتوم، از اون اطرافی را آورد که کابل ببینه برای دیدن کابل. به مجردی که آمدن میگیدن این وزیر اکبر خان ببخشند شهر نو از زیر یک دوکان رد میشدن. بابی خدا گفت که پشت شیشه ای چی هست؟ میگه دریشی است. گفت ایره کی ساخته؟ میگه انگلیس ها ساخته، ایره برای فروش است. میگه بچه رفت و سر به سرک یک سنگ کلان آورد و سر زدن این شیشه را شکستند و شیشه ها افتاد و بالای خیابان و پلیس آمد و یک جنجال شد.
این بچه را بردن تحقیق که چرا یه شیشه را شکستانی؟ گفت ولی مرا بابیم گفت که یه دیریشه را انگلیس ها ساخته، چون ما داتا خودم کلیمه هر روز برای ما گفته بود که ما انگلیس ها دشمن ماستن. دیگه من زدم یه شیشه را شکستانم که چرا یه دیریشه را انگلیس ها ساخته. ای که انگلیس ساخته بود نساخته بود یا خیاطی کرده بود نکرده بود. بودم کلیم بچه همون دشمنی با انگلیس همون جا بود. بله سلام علیکم. سلام چه حال داری؟ قربان صحت خوب باشیم جان. زنده باشیم تشکر. من سلام خدا به بیننده های محترم و دوستات تقدیم دارم میکنم و تقدیم میکنم. بله. یک پیشنهاد دوستانه کنم، شاید دوستان تایید کنن، شما این پیشنهاد رو تایید کنید. آقای کیوان که صحبت میکنن بعضی فکر آدم فکر میکنه که برای فلان اذیت میکنن، ای یک سر کوتاه صحبت کنن که وقت بگرد با دیگران برست این که پایی که اینا میفهمن دیگران میفهمن اینا کوتاه‌تر صحبت کنن. ما فکر کنم خودشان هم از این صحبت های زیاد خسته میشن، دیگران هم خسته میشن. یک پیشنهاد و یک مطلب دومی که میخوایم برای شما کوتاه عرض کنم که باز من خودم تخطی نکنم، هم یک بیت میخوانم. من میهم آن که 200 نقطه رنگین گویم همچو فرهاد، یکی گویم و شیرین. ما به ارتباط صحبت های دیشب که از آقای شفیع عیار یاد شد، ما میخواییم کوتاه عرض بکنم که قبلا شما مطرح کردیم که چند تای دیگر مطرح کردیم و یک تای دیگر هم میگیم که تا که ما هم دیگر پذیری هم نداشته باشیم در پولی دیگر تاهایی که شما ذکر کردیم، ما هم نمیتونیم به جای برسیم. در مورد آقای شفیع عیار که ما برای شما عرض کنم، قسمی که من یک گفت با مسئولیت میگم آقای خدا، قسمی که من برنامه های شما رو تعقیب میکنم، دیگر دوستان مثل از اونا از دیگران هم تعقیب میکنم، من که بکار باشم سوچ میکنم در یوتیوب و گوگل میکنم، از جمله شما رو هم تعقیب میکنم. در مورد شفیع عیار یک نکته که میتونم عرض بکنم با مسئولیت که هم روشن است هم روشنگر، من برنامه های از اینا رو زیادش تعقیب میکنم. خوش آمد خانم دیگان که گفتن این صحبت های در مورد آقای عیار، اونا غیر مسئولانه صحبت کردن، صحبت های اونا رو با مسئولیت رد میکنم که اونا با اساس یک اقدامندی صحبت کردن. شما اگر میخواهید که گپ مرا راست راحت کنید در برنامه های اونا، وقتی که خودتان یک برنامه ساز هستین در مورد دیگه برنامه ساز ها که گپ میزنین، شما یک لطف هم دوستانه برستان میگم که یک سرچ بکنین، باز بعد از سرچ با یک مسئولی در موردشان صحبت کنین، بسیار گپ خوب میشه. ما کس شما دوستا رو میخوایم حالی حالی که شما میبینین. تشکر. ما خو وقتی سرچو کی را سرچو و وقت زایی میشه، برای ما وقت بسیار مهم است. وقت انسان ها ما متاسفانه در افغانستان با این وقتی چه احترام نداریم، مگر در این کشورهایی که وقتی آدم یک دفعه زندگی میکنم و خوی و خواص این مردم ها میگیره، در اون جریان عمومی کشور داخل میشه، وقت بسیار مهم است. چی در عرصه اقتصادی و تشبسات اقتصادی، چی در یک مطالعه، چی در حتی حالی میگن که این کتاب ها رو بعضی ها بسیار تیز میخوانه که زود یک کتاب مطالعه کنه، چون اینقدر سرعت وقت و زمان چی شده و ما قرار سیل میکنیم و گپ میزنیم و چی میکنیم، اما انانی یا وقت کشی را از افغانستان با خود آوردیم. بنان و ما برای این چیزی که شما میگین، ما خانم آمد صحبت کرد و یکی دیگه هم تشریف آورد، گفتن که او میخواهی مظاهره کنه. اگر مظاهره برای ازی است که افغانستان از شر امی قماندان و قماندان سالار و امی دوز دقل رهایی حاصل کنم، ما لبیک میگم. اگر به این باشه که اشغال ختم شوه و حکومت از دست امی چند نفر برای، اگر حرکت به این باشه که برای پشتون یک نفر، تا جایی که من خبر دارم پشتونا جاهل است و دیگه و دیگه عنوان میشه، یک تبر 60% مردم افغانستان جاهل گفتن، یک به کلی خود تاشم جان بسیار زیبا جلوه میکنه، دیگه اجت پروگراما نیست، این کلی خود یک تغییر خود تام بیار که تعصب بسیار بد چیز است. اگر برای رهایی افغانستان کار میکنه و اگر شفیع عیار از خود تستی یک کس دیگه است، ما میپذیریم. ضرور نیست که اون یک فرد خودت قدر مجذوب بسازه که یک بار برای ما یکی گفته بود، میگه یکی از این رهبرهای جهادی سب در وقت جوش جهاد بود، میگه یک قدری دانشمند است و در وقتی که او گپ میزنه بعضی مردم بیوش میشه، چوکی های خود میفته. او رو پسان دیدم که خود از او
بسیار مجذوب شده بوده، چوکی شاید افتاده باشه. وقتی در لس آنجلس آمدن صحبت کردن سر استیج، جایی که ما ذوف کنیم، ما را بسیار قهر ساخت که چی چتیات میگی لوده. مگر برای از او آدم، او بسیار آدم دانشمند و پوهان بود، چون عاشقی از اون شخص شده بود. دیگه همی قهرمان تراشی و شهید تراشی و آدم تراشی را بگذارین، شما کلتان مغز دارین، همی علی در یوتیوب دارین، مطالعاتی که موجود، معلوماتی که موجود است، دانشی که امروز سراسری به دسترس شما قرار داره، از او استفاده کنین، مطالعاتان را بیشتر بسازین، ببینین که شما چی قدم میتانین، بگذارین که ما چی میکنم یا آقای عیار صاحب چی میکنه یا کسی دیگه. امی خود مسئولیت هاشم جان در امی مرحله در این وقت چی است؟ امور اگه ایفا کردی بیادر یک چک چک آفرین نوش جان. دیگه ما که ایره بوده، ما نگفتیم که او آدم چیزی که میکنه او بد است، من میگم که او چیزی که اگر همیتور میکنه بد است، اگر او طور یک چیز صادقانه برای افغانستان، رهایی افغانستان. مگر ای که ما او را پس کنیم و با چی میگه سگ بخیزان و کلپاز بخیزان و سگ به جایش بنشان، دیگه خوب از درست نیست گفته هم اصطلاحاتی افغانی ما. دو، یکی مسئله افاقیت است و یکی مسئله انفسی که یک شخص یک کس ناقی بر ناق دوست داره، حب و بغض، ایره پرسنل وندارا میگه در انگلیسی. و پرسنل وندارا اگه یک کسی با یک کسی داره او علایده است، مگر اگر افاقی میسنجن او فرق میکنه. ما هیچ وقت نه در رابطه با ای که کورکورانا یکی را متهم بسازم و یکی را بگویم و همیاشم جان خودتان پروگراما رو صحیح بشنو آقا جان، که ناق ناق فتوای چی هم نتی کسی یک چیز نگفته او را خودت اعلان میداری. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم. کتاب سر؟ نه سلام علیکم سر. سلام علیکم، عرض احترام دارم خدمت شما. و علیکم سلام، بفرمایید سر. خدا کمک شما هم رای فامیل محترمتان صحت من باشن. همچنان. کتاب سر محترم، من حرفای شما رو سراپا تصدیق میکنم، ولی حرفی مرکزی تان که بیشتر از آدمی عمق دل ما جای گرفت ای بود که شما گفتین که وقت هیچ کس کسی گناه کسی دیگر اولا او که پدرش باشه برادرش باشه متحمل شود، که موضوع قانون امریکا همه همیز فرض کنیم. یک مثال بسیار زندهش همه که آقای متین بشش رفت چقدر انسان را کشت و چقدر انسان را زخمی ساخت و چقدر اسلحه در با خود در اوج انتقال کرده بود. رئیس صدیق متین امروز آزاد میگرد. نه راست میفرد، به خاطر که او گناهکار نیست. و این حرف شما بسیار حرف قانونی و منطقی است، حرف انسانی است. مهربان است. امروز ما و شما گرفتار این مسئله هستیم. امروز فرض کنیم وطندارای پنچری ما میخیزه که عبدالله که بچه سخوه چرا نادرخان کشت، ما زید قوی پشتون هستیم. یک مثال زندهش. یا فرض کنیم قوم هزاره میخیزه که چرا عبدالرحمن 62% نسل ما را قتل هم کرد و ما را اسیر گرفت و به هندوها حتی ناموس ما را فروخت به تو پیسه. ولی خطاب سه محترم رای حل چیست؟ رای حل چیست که ما عفو را در ذل خود قرار بدیم، بخششه. یعنی عفو از طرف خداوند هم است، از طرف انسانیت هم است، و رای حل مسائل سیاسی افغانستان هم است که ما و شما این انسان ها را در خاطر خود داریم، منفور می نگریم. ولی امروز ما با هم برادر هستیم. اگر هندو هستیم در افغانستان، اگر پشتون و تاجیک و هزاره و ایماق و ایران هستیم، ما با هم برادر هستیم. ما با گذشته ها فکر نمی کنیم. گذشته ها چی کرد؟ اگر اشتباه کرد، گناه کرد، اونا گناه خود شاید در وجدان خود، اگر دنیای باشه، عاقبتی باشه، خداوندی باشه، قیامتی باشه، و میبینه. ولی ما و شما امروز چی کنیم؟ رای حلی ما و شما ایست که باشم چه بگیریم؟ ملا یکی دیگه به خاطر اینکه گناه اونا کرده، یا اینکه با هم برادر باشیم. بله. بسیار تشکر صاحب. ما هم یک چند کلمه عرض میکنم در این رابطه.
اول خوب یاد دارید بارها گفتیم که اتحاد خوب است، عفو هم بسیار خوب است، خود اسلام هم می فرماید سفارش خداوند لاعزال است، لذتی که در عفو است در انتقام نیست. خود پیغمبر اسلام عمو ابو سفیان که خانم از او کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرم زره در یک غزوه به شهادت میرسونه، جگری از اورم تو زنده میخوره و خونچکان بدن خود داخل ازی کده نفلت و جایی که توتیه و بدبینی و جنگ و نزا بود زده پیغمبر، مگر امور بخشید علاوه از او کسی که در خانه ابو سفیان داخل میشه او را هم عفو کردن که کس غرض نگیره. این یک مثال برای ما، هر کار پیغمبر یک نمونه و مثال است برای بعدی های ما که ما هستیم. بگو در اونجا کدام سوال شک و شبیه نمیمانه که یک نفر میای که مجدیدی یا فرض کنیم معمزهی یا معمزهی اینا این دیگه همو افکار البته بسیار جاهلانی انسان هاست که تحریک میشه و جهالت بسیاری حرفا صورت میگیره و صحبت میشه و او رو بگذاریم. مگر آمدیم در عالم منطق و دیدگاه سالم، یکی خوب است که اونجا یک مجدیدی یا یک فرض کنیم تاریخ یک کس اول خواهیم تاریخ افغانستان ما بشریا نمیدانیم، ما گفتم و گفتم میگن که تو شده و به این استوار هستم، تو خود یک تاریخ درست هیچ کسی ما مطالعه نکدیم جز هم تاریخ غبار که وام زندانی بود تا آخر عمر خود غبارم ندید تاریخ خود، و بعد از او در دوران شاه هم تاریخ چاپ نشد، بعد در وقت داود خان و بعد از او در اختشاشات و اینا او را به مردم توضیح کردن. دیگه تو یک تاریخ مستند ما نداریم که کی چی کرد در تاریخ افغانستان، مگر آمدیم بالای امی حالت موجودی افغانستان وقتی یک مجدیدی در تاریخ چی کرده او را عفو کنیم. مگر یک مجدیدی که حال فعلا مرتکب گناه میشه الان جلوی چشمتان در امروز در افغانستان، او مقصر است، او را خوب باید زندام است، به دادگان باید کشانیده شد. یک احمدزایی که در طول تاریخ چی کرده او را فرض کنیم عفو کنین و قی انتقام طولانی نگیرین، او را یک توجیه نسازین. مگر یک احمدزایی که امروز مرتکب یک گناه میشه، که خود ما هم احمدزایی هستم، او را دیگه باید شما در امی حالت موجوده وطن فروشی میکنم، میدوزده، غارت میکنه، آدم میکشه، دیگه او را خوب باید بازخواست کنین. یکی عبد نادر خان رفت و بچه سقاو کشت و بچه سقاو بسیاری آدم های دیگر کشت، یک آدم هم تو موسیچه بی آزار هم او نبوده سه تو خواه، اگر مسئله قتل و قتال باشه یکی دیگه خود کشتن. باز نادر خان رفت هم فامیل غلام نبی خان چرخی را تبا تبا ساخت سه، چون او با امان الله خان پیوند داشت و اینا. هیچ کس از امو فامیل یاد نمی کنه که یعنی از الحضرت غازی امان الله خان دفاع میکرد، دوست صمیمی از او، نمک حلالی از او آدم بود. امان الله خان یاد میکنه که خودش رفت به ایتالیا و افغانستان ترک گفت به خاطر از او یک فامیل تو زنده زندانی شد و صاحب حالت فجی بالا از اون آوردن. امی خود غلام نبی خان چرخی یک شخص شهیر و محترم اجتماع ما بود، به امرای برچم نادر خان گفت که جلو چشم ما بکشینش، او رو شهید ساختن. باز اون غلام بچی از او که او رو تو یک مرد تربیه شده بود، اون نمک غلام نبی خان چرخی رو خورده بود، اون نمکدان از او بزرگ شده بود، او آمد صاحب پادشاه رو دهنش زد کشتش. این تاریخ تاریخچه رو صاحب بگذارین بیاین که اعمال ما چی میگه، او رو بیشتر در شرایط فعلی بالایش کار کنیم. ای که ولا نادر خان فلانی را کشت و باز بچه سقاو چطور شد. یک چیز ما برتان عرض بدارم، خب تا جایی که من مطالعه دارم، تا جایی که من میبینم، مسئله منفعت هاست در افغانستان. اینجا بیادر نه پشتون ها کس بد میبینه و نه تاجک و نه ترکمن و نه ازبک و نه دیگه، هر کدام از یا یک توجیهات هست برای پیشبرد امیال خود. یک نفر از میخوای که رئیس جمهور شوه، میگه ما پشتون هستم، حق پشتونا تلف شده، حالا پشتونا بدارین برای ما رای بتین، که امی کار صورت گرفت در مورد آقای اشرف غنی. اونجا ازبک میگه که کل امو شما اقلیت هستین و صاحب حقوق شما تلف میشه، من معاون رئیس جمهور هستم، به همراه اشرف غنی هستم، اگه او پشتون هم هست چون ما در اونجا هستم در دستگاه
دوستم بلند شد، کسی که برای اشرف غنی رای نتا او خائن است. برین ببینین در یوتیوب، یعنی کسی که با یک ازبک یا ترکمن برای اشرف غنی، چون ما در اونجا معاون از او مرا گماشته، اگر شما رای نتین شما خائن هستین. به این حد یعنی همین جمله را شما ارزیابی کنین. اگر واقعا بعضی از لحاظ منطقی و عقل ما کار میکنه، اگر شما به اینمی قوم، به اینمی آدم، به اینمی شخص معین شما رای نتین، شما خائن هستید. دیگه از این بد نمیشه. امی پنشیری ها شما اگر پشتونا بیایه و شما را قل و قم میکنه و وقتی که در وقتی به چیز قوام آمده بود، اما چای مسعود میگه دارم هر جای میره میگفت که وشتانه بگیرین که پشتونا این طرف نبیه. و اون مردم با همو قوت، با همه زور خود که از ناموس خود دفاع کنه، شمالی خود از پنشیر، سبزد پشتون میستاد، در هر جای پشتون رو میدیدم فرقش میزد. این تخم نفاق به اساس یعنی واقعا دشمنی های اجتماعی به وجود نامده، اما یک قشر حزبیه که در پاکستان نمو کرد و خود از داوطلب قدرت و مقام در افغانستان میدانن، توسط از اونا دامن زده میشه. عام مردم افغانستان که مستم و خود تستی اینوان، این چیزا مفکورا در فکر ما نیست. در افغانستان مسئله قدرت و پول است. امروز زیادترین پول به افغانستان رفته. شما برین ببینین تاریخ افغانستان همین همه پلانای 7 ساله و 5 ساله وقتی حکومت از ظاهرشاه و دیگه بودگم بیش از 5 میلیون یا 6 میلیون یا 150 میلیون دلار بیش نبوده. یعنی تو پول گزافه که بیلیون دلار را هیچ یک نفر دم تصور نمیگشت که قدر دلار سبز به افغانستان بره. این به اساس بعضی یعنی منظورهای نهفته است که اجتماع را یکقدر پولی بساز، یکقدر بدبخت بساز، یکقدر یعنی پول خور بسازین، به زمین بزنین. اما ایستا ایستا یک آدم، یکی رو ما گفتم در لاس آنجلس آمده بودن، حالا وفات کردن، گفتم برادر خود خودم جهاد بودی، جهاد میکردی، در اینجا هم قلقله میداری و دفاع از آزادی و استقلال و اینا، ولی در افغانستان خودت رفتی اونجا رئیس هم هستی و مدیر هم اینا، ولی روی خودت طرف ما دور داد، گفت بیادر همی خودت هم اگه بوری رقم ما میشی. گفتم چرا؟ میگم او همو طور هست، همو شرایط همو طور درست کرده که وقتی خود در افغانستان در همی شعبات یک دفعه کار رو شروع کنی، با کلی در اونجا خمیر میشی خودت، یعنی خوبپذیر میشی. ولی ما دیدم که اگه آدم معقولی حرفا رو میزنه دیگه اتفاقی نیست، همو وزر دیده یه گپ میزن. امروز از این سر دنیا شما اینقدر بالای مغزای ما کار میکنن که هم ارزش ها رو او طرف بگذار، همی که دفلانیز باشی که قدرت باشی. امروز ما که دیدم هفته شهید مهید و چیزا مهم نیست که کی شهید شد نشد، ولی اگه بیادر پروای اگر یک نفر بگوی ما یک 50 میلیون دلار میتونم قبل از مچا مسعود برای ما بکن و بیار استقاناش در خلطه پرتو اونمو میره میاره. والله اگر والله اگر رایم بزنه که کی هست، کی بود نبود، یک 2000 نفر خواد دویدن دو طلب که یکی میگه ما دوزی میکنم، دوگه میگه ما دوزی میکنم. این دلبستگی با اونا یعنی تو از دل نیست. همی از این که ما یک قدرت هستیم، ما یک کتله هستیم، اما چون مسعود الگوی ماست، از این بترسیم که بیشتر مقاومت کده، بیشتر جنگ کده، یک با روس بیشتر در جنگ قرار داشت، این بیشتر یک شخص شهیر است. زیر امو عنوان خود بیشتر گرانمایه و بلند میدانم و یک کتله را تشکیل کده، یک غوزه است. امو الگو را میخواه نگه دارن که او را کس غرض نگیره، یک مایه افتخار باشه، چون دیگه کسای زیاد تو افتخار نداره و مشهور هم نبودن. دیگه بنان از اون نام استفاده کردن از بعضی مردم بودن در امی اطراف افغانستان، میگه پسر فلانی خانه هست، اونمو را احترام میکردن. امی اولادای نقیب صاحب از خاطر نقیب صاحب دستای شیر آقا جان هم میبوسیدن و از گل آقا جان هم دیگر حتی خاک امو موتر تایر موتر از اون در چشم خود میزدن که شفا میده. این با او خاطر بود، باعث یک گلگو، باعث یک محور قدرت تشکیل میشه. اما تو از به وحدت دیگر دیگر یک وسیله ترس و فشار هم میاره که عبدالرحمن خان چی کرد و فلانی کرد که مردم تحریک کنن افکار مردم. در غیر از او کسی دشمنی تو خاص نداره ناحق. بله سلام علیک.
سلام علیکم. بله سلام علیکم. کتاب سر محترم. بله بفرمایید. ما بازم به خاطر که یک دقیقه مرا عرض دارم، مرا وقت بتین. بفرمایید. که ما گفتای خود یکما که واضح بسازم که منظور ما این نبود که امروز مجرمینی که این کار میکنن ما شما جلوش نگیریم. این مسئولیت ما شماست. چون در تاریخ ما تاریخ خونین است، پشت تاریخ خونین نگردیم، او رو در خاطر خود نگنجانیم، ولی خائنین امروز باید جلوش بگیریم که خیانت نکنن. آیا آفرین، ما امیرم میگم نه؟ منظور ما فقط همین گفت. عجب منظور داری. برای شما یکما که ما نتانستم افهم کنم. نه ما بام برای شما هم نظر یک محارسه آمد. بله نه. ما مذرت میخواییم. نخواییم نه نه نه. مگر عرفای خوبه. ما پشت تاریخ خونین خود نگردیم. نه نه نه. اگر پشت تاریخ خونین خود بگردیم. نمیگردنم. افغانستان همیشه خونین و خونین باقی خواهد. نه نه نه. ولی ما پشت امروز خود بگردیم. نه پشت تاریخ. خونین امروز خود باید از یخنش بگیریم، از قدرت او را دور کنیم و خود ما اختیار خود در دست خود بگیریم. آیا آفرین. نه به حساب بله بله کمک خارجی، بلکه به حساب فقط وطنداری خود. بله بله او را ما هم نظر استم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید. شما خوب هستین؟ خیر و خیریت چیال دارین سب؟ ما فقط یک مختصر از شما و از تمام دوستایی که به شما زنگ میزنن از هر جنایه کسان چپ و راست و بالا پایین کمی از عبدالله چرا کس یاد نمی کنن؟ آیا او آدم نبود؟ مجاهد نبود؟ شهید نشد؟ کدام تلقی دسیسی در کار است؟ یا ای که فرزن با او آدم یکی بچون از این منطقه دیگه بود؟ فقط این یک سوال است دماشه. بله ولی نمیفهم. عبدالله خم یکی از مورهای امریکا بود، قماندانای امریکا بسیار با فیشن و درشن زندگی میکرد، نازدانه سی آی هم بود و قبل از اینکه چیر حمید کرزای ببرن به قندهار او را از رای جنوبی آوردن که به مقام برسانن و روزای اخیر طالبان بود بعد از 9/11 با چنگ طالبان افتاد، وردم کابل آویزان کرد، غرغره کردین به دار زدنش. دیگه وام می تو برای کدام منظوری نیامده بود که میخواست در خدمت مجرمی اغیار قرار بگیره. اگر وام زنده می بود شاید همی زهر جانواری یا دین محمد و اینا همی فامیل قدیری که هم می دوزده هم بردگی می کنه هم چور و چپاول بیشه کردن، در کدام فرقی او نداشته. اون چیز زرد بیادر شغال سید او یک شخص مجاهد، یک شخص برای خدمت مردم او را من ندیده بودم. امی از امی چی میگه مجاهدینی که در پشاور بود و باز در امریکا می بود، در اروپا می بود، در جبهات کدام بار اگه دیده شده باشه، یک فامیل دوز دغل تا که باز طالب آمد باز کلی از یا گریختنم توی یک سره یکی هم نماند. یک کلی شده تاریخ افغانستان از درد شده. و برادر شما پشت احمد چا بابا چی میگردین؟ نمی فجایعی که در 40 سال اخیر شده در می چوکات مطالعه کنین که کی به این وطن دوستی کده و کی دشمنی داشته. یک پاچایی را تشکیل کده بودم تو که امروز زیر سلطه ناتو دوستم اوی دیگه عطای نور پاچه ای میچلانه و هم پاچه ای چی بودن؟ امی وارلاردای قوی افغانستان یکیش امی یک گروپ فامیل زنده این یا سمت مشرقی را یکی در زیر سلطه داشت. بچه شمونم مزدوری میکنه و چشمش هم دور میخوره و دیگه امو جز مسادو مداری های که یک در محضر هم روبار به امرای نه چی میگه مشکور ما را جنگ مینداخت به امرای مار. اونو متعین یک چهره گفتاری از یادم قواری از این شخص. بله سلام علیکم. السلام علیکم جناب خدافزه. السلام علیکم سنگی مطرم خوب استین؟ خوب استین. خیر و خیر. مهربان. ما در بی قسمت از امی برادر ما که پیشتر فرمودن که واقعا ما تاریخ های طرف بگذاریم و
فعلا با هم وقت‌ها رو ببینیم، با هم یک جا اتحاد داشته باشیم و افغانستان رو باید آباد بسازیم، افغانستان رو باید و پیش ببریم، به پیش برویم، به عقب ننگریم. اما در قسمت از اینکه برادر بازم فرمودن که عبدالرحمن خان فردن این فجایع را متقبل شده، یا برادرهای ازاره ما در افغانستان بالعموم وقتی که با اونا صحبت میکنن و فکر میکنن تا تاریخ پی خبر ندارن، فکر میکنن که امیر عبدالرحمن خان یکی نماینده پشتونا بوده و تمام روز قتل ازاره را کرده. و این یک اشتباهی است که اولا امیر عبدالرحمن خان توسط انگلیسا و با تایید روسا ای آدم از بخارا به مزار آورده شد، مزار به کابل آمدک و بالاخره در زیر دسترس انگلیسا کار میکرد و یک آدم مستقل نبود. اما در این زمان در افغانستان انرشیزم بود در اون وقت و ای آدم مجبور بود که برای بقای سلطنت خود باید مردم متابعت به حکومت بسازه. از اون جمله اولین کاری که کرد در قندهار، اولین کاری کرد به پشتونای خود رحم نکرد، قندهاری ها را بسیار زیاد کشتن در قندهار. بعد اون سب در جلال آباد در اون وقت قوم شنوار را سبقه کلای جنال سر ایامان که تفق جور شد. همچنان قوم صافی را در قسمت لوگر در قسمت ها سب یک صافی ها را کشت که بیخی صافی ها را از منطقه نابود ساخت. یادم برای بقای سلطنت خود. بله بله. آمدیم در قسمت اسارجات، چپ در قسمت اسارجات وقتی که اساکر ازی به طرف شمال میرفت و را عمده کرد و یکی از خوانین ازارها در او وقت به نام عظیم‌علی در چوری و رزگان یادم سب سکر به نام ایران در او وقت میزد و این نفر ای گفت با چی کنیم، امیر عبدالرحمن خان گفت باش با چی کنیم که یادم متوجه بسازیم که شما در افغانستان مربوط افغانستان هستین، سکر چرا به نام ایران میزنید؟ اما بود که آدم خواست نک بسار به قرب داد برش، سه ما در کابل نگاهش کرد و بعد این نام خطاب سردار برش داد، سردار عظیم علی خان برش نام گذاشت. این آدم بعد از سه ما دوباره رفت به چوری، اونجا با دیگه خوانی نظارها ایدن صحبت کردن، اونا گفتن که ما حاضر نیستیم که به نام امیر عبدالرحمن خان سکر استاد کنیم و به نام ایران نزنیم. اما بود که مورد خشم امیر قرار گرفت و امیر لشکرکشی کرد و مردم به جزای اعمال خود رساند و در ازاراجات هم لشکرکشی کرد. بله بله بله. این را برای بقای سلطنت خود کرد. بله. آمدیم در این خواهد که برادر محترم واقعا ما شما امروز چاره نداریم، اگر ازاره هم هست در افغانستان هست، اگر پشتون هم هست، اگر تاجیک هم هست، ما با هم باید برادر باشیم. اما سیاسین ما برای نمیگذاره اینا استفاده سیاسی بکنه. یکی دیگر در قسمت از این که محترم خطاب صاحب اگر متوجه باشید در آقای شفیع عیار، با آقای شفیع عیار هاشم جان که میگه او شب و روز پشکاز خود کشیده و راجی و پشتودا شب و روز صحبت میکنه، پشتودا را بکوبه. حالی بازو چی لازم است یک نفره که شما بگن که یک نفر باید در مظاهره با دیگه مردم یک جای شده؟ او آدم از خود خط و مشی داره، شب و روز میکوبه و پشتودا را و هر چیزی که از دانش برای حتی لسان پشتو را قبول نداره و آدم دیگه چرا با اون یک از انسانه که مرا میرن جانش او روز با او چی هم من هم فکر چرا هم فکر باشم من فکر نیست با تو این انسان هیچ وقت مظاهره او را نمیگذارم که نباید بیا ما چرا شب و روز برای تلخیم میکنه تحقیر میکنه چرا ما خوزی از انسانه که ایک قسم اگر انسان باشه باز با قبل بله بیشت دیر منه نه ورور بله سلام علیکم بله سلام علیکم وعلیکم سلام بفرمایید من واقعیت شکیب بله سلام علیکم سلام سلام قدیسه مهربانی وکړه ودانه سلام علیکم تعالو دته د پاره دې چې دغستان دغه پروژه د مجددي صاحب مخلصین دي راځي دغه دې په کسوالي سیاسي سوالوم لري دغه دې چابک دا یا جوړه کې دا نه مقررات دی وای چې موږ چابک دا نمونه داخل کو یو نفر چې د ورځې یو ډالر ورکي زر نفر باید پیدا شي تا خپل یاد چابک محمد راکي بانکي حساب ورشي چې ان شاء الله حتی تاسو ته پرې کوي کور دې ودان چې د عبد المصرف ته په څنګه دې دغه مرسیالي قبول کړل له ان شاء الله دا د شه مې اخلاص سره دا کار کوي خو بس مخلصین چابک پیدا شي چې دا پروژه مخته ولاړ شي او ته ورسره وګورئ چې د مجددي سره تلیفون یې
تلفون وکم ډیر څه دی شاب د ټوکم زلزلی هم د چمې ورته سره وګه کې ګټه د کار سره یم ول ته لندن کې د نور تشویق کوم کوم شه تشویق کوم ان شاء الله مسجد تار چمې ورته د فاتح پیښه سمې زم کک په مزارو باندې ګډو نه کوي ماځي خو کم از کم وګورئ کې نه نه او هغه مادي او مانوي ټول په کوم نه کې زم زر زر په لچ د ورځې ولرو د زر نه پر ولرو د زر چې پیدا کو ان شاء الله دا مشکل حل دي راغي او څه دا ما اعلان څه اعلان ده د جمعیت نظر د حکومت څنګه نه هر یو د شرایط سیاسي سوال چې پر دا موضوع دی په نقطه چې شي دا دې موضوع یې لطفا دا تا ادوارد دا خبر او هغه سره استاد د په بل لار چې موږ هغه سره غافل دي دا ملک نه جوړیږي بل او دا خبر نه دی دا خبر صبر نامه در شاو دا ځانی بر نامه ان شاء الله ډیر موافقه ده ډیر دا ان شاء الله ان شاء الله دا کتاب لا نس ډیر مننه دی بله سلام علیکم بله سلام علیکم الو بله سلام علیکم بله سلام علیک بله کتاب صاحب سلام علیکم و علیکم سلام و علیکم سلام سلام او دا ډاکټر صاحب څنګه ډاکټر صاحب کی او ریجن کول ریجن کټوړان لیکو و علیکم سلام بیا کتاب صاحب دا د ماشام مسعود د شهادت په مراسم کې کتاب صاحب ورته خو کی خی نو دا سیدا کېده د دې په لاریان نه چې دای باید د افغانستان په ټول بلد او اقوام باندې د قهرمان په هیڅ تحمل شي او زه نه پوهیږم چې آگاهانه او یا نه آگاهانه تاسو کته یوټیوب ته مراجعه وکړئ دوی خپله نشر کړي چې د ملي قهرمان احمدشاه مسعود لومړنۍ وینا چې بعد د دیارلس او یوم کال نه د پروان او کاپیسا روحانینو او خوانینو ته کړی په واضح توګه خپله وایي چې مونږ نه غوښته چې د افغانستان دولس کاله جهاد هسې بې ځایه لاړ شي او زمونږ دا ټولې هلې ځلې د نورو خلکو لاس کې ولویږي او مونږه قصدن او عمدن د بنان سیوان پلان ناکامې ته ورسو بیخي واضح تاسو دا ښه په دقیق صورت سره وګورئ منتوا یو بله برخه نه وایي چې یو تعداد اشخاصو خصوصا د پرچم د یوې برخې سره یو ځای شو په خفا کې کابل ته داخل شول او هوایي میدان یې ونیو کابل شاوخوا یې محاصره کړ دا ډیره دلچسپه موضوع ده که تاسو دې باندې یو تبصره کړی وی دا به ډیر مفید تمامېده چې د ده دغه عاشقان لږ پوه شوی وی چې دا آیا دا ملي قهرمان دی که ملي خاین خب امیرم د جمله گذشتگان فکر کنیم که می احمدشاه مسعود چی کرد و نکرد گذشت و روس قرارداد کرد برای چی بود برام ببینید شما خودتان عقلتان رو به کار بیندازید و یکی یک نفر قهرمان میشه یک قهرمان همه هستن قهرمان ما خوب یکی از اینا نیست مگر یکی یک نفر کدام با کدام مدعا یک نفر قهرمان میگه یا علی قسمتی داره یا دیگه یا دروغ هم تو شنیدن یک چیز وهمی مثل که در افغانستان آوازی سر چوک میشود و سر غالمغال کلگی میگه یک خر میگه یک آدم خر شد و سر کلگی باز لین بسته میگه ی کشور دنبال روی است در افغانستان هر کس که یک طرف دوید کلگ هم طرف میده تو استاد نمیشه که چرت بزنه که باشم یه عقل ما چی میگه اوتر نیست یکی را که قهرمان گفتیم دمی تلویزیون ما ولد صاحب یک چند نفر بود از دان من ناق بر ناق برام که دکتر صاحب اونم دکتر شد صاحب و خودش هم قایم گرفته بود که ما دکتر هستم و بابا می خودت خو گفتی که ما دکتر چیزا نیستم صرف از زبان ما یک بار برآمد قائم صاحب در این رساله خود دکتر و دکتر مهران ماندم و هم سنفی های از یا کسایی که با اینا مشهور بودن گفت بیادر این میخوید دکتر نبود در مکتب هم یک تنبلی بود صاحب هیچ و بسیار بزرگ یک کامیاب میشود چطور رفته با دکتر شده با در جنگ ها در کجا محل دکتریش هم معلوم نیست یک افغان اینجا آمد یک کارت چاپ کرده بود پی اچ دی سر و بابا میره خودت خود ای طرف یک باز زندگیت بعد خراب است که وقت فرصتی از ایره نداری که کارت
بسیار با مشکل با پیش میبری، یعنی خودت پیچیدی نوشته کردی، خب معنی از این که دکتر هستی خودت، یعنی دکتری باید تزیس نوشته کنی. تقریبا 5-6-7 سال عمر عزیز یک نفرش با روزی میگیره که یک نفر با درجه دکتری برسه. و اگه اجتماعی همه طور چی هست؟ خیالی، اجتماعی چی میگه دنبال رو، وهمی، اطور هست؟ به اولی هست اگر یک نفر مارشال، خب کلی که میبینی مارشال هست، ولی اما هم خواه همین شامت نداشت که برادرم مرا مارشال نگوین، من مارشال نیستم. ما خود کدام وطن فتح نکدیم، خواه امریکا آمد مرا آورد، از یک سلاخ ها مرا کشیدن آوردن سر تخت کابل شاندن. اگه همی امریکا نمی بود خب ما ولی اگه دو روز یک روز نیم روز در برابر طالب خب کلی ما گریختیم. بعد به زور امریکا، به تیاری امریکا، به توپ و تانک امریکا مرا آوردن سر تخت شاندن، درگ داخل ساختن، طالب سرکوب ساخت، به گوانتانامو آورد. ما خودم فتح را نکردیم و خود از او همون شهامت نداشت، مگر یک نفر برای از او لقب مارشال داده بود. مثل امروز وزیر دفاع افغانستان آقای طارق شاه چطورکی محبوبیش چی هست؟ اون اشرف غنی همی تو به شکل تفنن هر سال میاد سردن سرشانی از او نشان زده میره از دگر منیز که چی سر بوری. یک دفعه در 4 سال دگر جنرال ساخت و خود از او همه قشرافت و نجابت ندارم. تو یعنی مناعت در مکلی از این نیست که او اشرف غنی درست است، خود لطف داری، مگر ما خود عسکری بلد است و همین درست نیست. یا کسی دیگه که واجد همین شرایط است درس و تعلیم عسکری را کرده و درست، مگر ما در وطنی که جنگ است شب و روز طالب برنده می برای ما ناکام استیم، ما همین را خود نمی پذیر. و اشرف غنی همی شهامت تو همی عقل و منطقه نداره که بابا همی خود اگر جنرال باید نباشه. یک نفر دیگه هم باز خدافیزی. بله سلام علیکم. الو آقا جان چی میگی خودت؟ همی هر روز میزم ایران گپ میزم. من از رو بدید یک تنجمه با شما در میان میگذارم. من مزاحم نیستم آقا. و بفرمایید چی میگی؟ داعش چی کده باز چی بلا سرت آورده؟ شما که خب همونجور که شما دارید میبینید و ملت دارم میبینم، مردم دنیا دارم میبینن، داعش داره در تمام دنیا ناامنی به بار میارد. بابلا خبر دارم در کشورهای سوریه و افغانستان، در ایران، در همه جا جنایاتی را انجام داده بله بله. داعش بله آولا من میخوام عرض کنم خدمت شما، البته شما خودتون یک کارشناس هستیم برای خودتون، بالاخره من نظرات شما رو خیلی خیلی قبول دارم و درود میفرستم خدمت شما. من میخوام بگم داعش ساییده یا دست رژیم صهیونیستی و اسرائیل است. مردم باید این را بدانند، ما وقتی که با اسرائیل دشمن کنیم در مقابل اسرائیل جنایتکار بایستیم، یعنی که در مقابل داعش استادیم و هر موقع که این رژیم صهیونیستی که خب طبق اون پیشبینی ها تا تقریبا 24-5 سال آینده دیگه ایشالله نیسته، ایشالله داعش هم با اونها دم کشتون افغانستان یک روی خوش و امنیت رو میبیند. نکته بعدی که مخواست کنم این که در مورد جنرال احمد شاه مسعود، این شهید بزرگ افغانی، بیشتر در موردش صحبت کنید که ما بدانیم چه شخصیتی بودن، چه آدمی بود. و اول خوب جنرال نبود، خودم خود جنرال بیچاره نگفت، کماندان بود. آمیر صاحب میگفت بسیار شخص بلان بود، این قماندانی بسیار موفق بود. آمیر که میگن راستی آمیر بود، این زیر سلطه از او، زیر امر از او، همی لشکری که جنگ میکد و مقاومت گویا میکد و جنگ میکد، اونوارا خوب زیر سلطه خود قرار داده بود. این درمون کار خود تا جایی که مشهود است موفق یک شخص. ما جوانب بعدی از او را مطالعه میکنیم، مگر در کار خود، در رسم خود شر موفقیت نصیبی از اون او عامر بود. عامر دیگه احتوا میکنم جنرال هم، رئیس جمهور هم دیگه، حتی حکومت برهان الدین ربانی توسط از او با پیش میرفت. این برهان الدین ربانی هر تصمیمی که در مجلس مجاهدین میخواست بگیره، اول با شای مسعود مخابرات داخل میشد، میرفت که موضوع تازه میکنم، باز به امرای از اون گپ میزد، بازو میگفت که ایره بکو ایره نکو، سب کلی همه امر و نهی احمد چای مسعود. اصلا حکومت احمد چای مسعود میکرد، یعنی عامر اصلی همو آدم بودی، آدم دیگه برای شیطنت تو سب
چسبازی گفته بازی همو خوب بود و برهان و دین و استاد او را پیش انداخته بود باعث یک فرانت در خط همو حکومت توسط همو رن می شود. همو قرار دادم که با طالبا که حکمتیار گفت که در میدان شهر رفت و صاحب امرای طالبان برای سرکوبی حزب اسلامی همو را ما خبر دارم کل تبصرهشان ما شنیدیم دیم همونجا رفت امرای زنا می خواست که یک جا شوا خوب وقت طالب نمیشناختن و قدر زیاد به این معنی که طالب با هیچ کس راضی نمیشه مگر خود رژیم سیستم طالب ها در پشتون ها یگانه بخشی که بسیار با هم متحد هستن طالبان هستن هیچ وقت شما پشتون ها رو متفق نمیبینین مگر در این سیستم طالبان در امونجا یک اتحاد به نام اسلام هست یا زبان هست امونجا کردن هیچ با هیچ کس اینا اطلاف نکرده نه با حزب اسلامی نه با جمعیت دیگه دیگه امورم وقتی آمد گفت کابل ایلا بتین برین پس کارت امونجا بود که باز شروع شد جنگ منگو مقابلی از رو باز از ما هم رفتن فرار کردن و با یک همچای مسعود نبود خود چیزی که قماندان بود و قماندان های محلی همی از یا گریختن سه بسید که دمو یک جنگل یک شکاری به کلگی میگروزه تاق و پخو سه همو کار صورت گرفت ای قهرمان و قهرمان به هر حال هست صاحب خداوند همه را بیامرزه و برای هر یکی خداوند هدایت بده تا راه های درست را تعقیب کنیم و از عقل خود کار بگیریم تا سی هر یک خدای سپارم و پا مخم کده خدای پا من.